با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان و بزرگواران و سروران گرامی و با نام و یاد خداوند متعال. خب در این برنامه و در این فیلم آموزشی در واقع بنده قصد دارم که وارد مدل پیشرفته و بسیار پرکاربرد عرض شود که استرکچرال ور یا ور ساختاری بشم یا الگوی خود رگرسیونی برداری ساختاری. الگوی خود رگرسیونی برداری ساختاری کاربردهای بسیار زیادی داره و مقالات فراوانی با این الگو در دنیا نوشته شده، حتی مقالات ISI فراوانی و شاید بهش گفت که از پرکاربردترین مدل ها در سری های زمانی پیشرفته چند متغیره در دنیا محسوب میشه. البته مدل های ور در واقع در دنیا تا الان کاربردهای به قول خودمونی فاز وسیعی داشته و به شدت دیولپ شده و توسعه یافته. مثلا مدل اسور، بیزیم ور، نمیدونم مارکوف سویچینگ بیزیم ور، تایم ورینگ پارامتر ور و مدل های مثل فلور ور، فلورنس، نمیدونم فلورنس سیلینگ ور، تریشولد ور و حالا مدل های فراوانی از الگوهای ور ارائه شده بعد دهه 80 تا الان و یکی از پرکاربردترین اونها مدل عرض شد که استرکچرال ور یا مدل ور ساختاری هست که حالا البته این مدل هم در دوره حالا هم برای نوشتن مقاله، چه مقاله ISI چه مقاله داخل کشور، هم برای نوشتن حالا مثلا پایان نامه و اینا به ویژه در دوره کارشناسی ارشد و اینها میتونه برای خیلی از دانشجوهای رشته اقتصاد مفید باشه و چون ارتباط نزدیک بین مدل های استرکچرال ور و سایر مدل های پیشرفته وجود داره، مثل حالا DSG و اینها که حالا اونم در دوره دکترا اقتصاد خیلی مورد بحث و بررسی قرار میگیره، لذا در واقع این فیلم آموزشی رو من به ساخت مدل استرکچرال ور، به توضیح مدل استرکچرال ور یا ور ساختاری میپردازم. البته همه قسمت ها رو نمیشه 100% کامل توضیح داد چون بالاخره الگوی ور دوستان مستثر هستن دیگه. این یک بحثی است که حداقل بیش از شاید بتونم بگم 750 صفحه 700 صفحه فقط مطلب توش داره. خب حالا نمیشه همشو در یه فیلم آموزشی گفت، ولی سعی خواهم کرد که حالا یه سری از اون نکات کلیدی رو قبل از اینکه بخوام به صورت تخمین عملی وارد نرم افزار بشم این رو در واقع آموزش بدم و یه سری از کلیات و مفاهیم کلیدی رو ما آموزش ببینیم. انشالله بعدش وارد در واقع عرض شود که تخمین عملی در نرم افزار خواهیم شد. خب ببینید دوستان، من در این برنامه و در این فیلم آموزشی قصد دارم مدل استرکچرال ور رو در قالب سه مدل A، مدل B، مدل AB آموزش بدم. البته تو بعضی از متون و کتاب ها اینو به شکل AB توضیح ندادن، یعنی به شکل نمیدونم C و K و نمیدونم اینجوری مثلا شاید گفته باشن. بالاخره هر منبع نوتیشن خاص خودشو داره و نویسندگان مختلف به انهای مختلف گفتن، ولی من سعی کردم اون نوتیشن یا اون در واقع فرایندی رو برم جلو که به قول خودمونی به قول اون مسئله معروف با این ترمینولوژی برم جلو که حالا به قولی اون نرم افزار ایویوز رفته جلو، چون بعدن که این آموزش تخمین اینو در نرم افزار ایویوز به صورت عملی توضیح خواهم داد، خب طبیعتا مخاطب اول باید این با اون مفاهیم و با اون واژگان و با اون حروفات و با اون ادبیات و با اون عرض شود که ترمینولوژی آشنایی داشته باشه که اصلا اون نرم افزار از کجا اون فرمولا رو آورده، چه جوری پشت پرده است. تو اکثر کتاب‌های دنیا و حتی در مقالات معتبر ISI مدل استرکچرال ور به سه بخش معمولا اینطور تقسیم میشه: مدل A، مدل B، مدل AB که تو بعضی از مقالات یا مثلا حالا پایان‌نامه ها با مدل A رفتن، بعضی جاها با مدل B، بعضی جاها با مدل AB. عرض کردم تو بعضی از کتب و متون کتاب اختصاص سنجی A و B و AB نگفته، مثلا ممکنه بگه مدل C، مدل K، نمیدونم مدل C، K، نمیدونم اینجوری مثلا. خب حالا مهم نیست، اونم تقریبا مفهوم کلیش همینه، منطق پشت پرده‌اش همینه. پس این سه تا مدل رو انشالله کار خواهیم کرد. ببینید دوستان، مدل استرکچرال ور یا مدل ور ساختاری، حالا من مدل A رو شروع میکنم. اگه ما فرض کنیم یه مدل سه متغیره رو من شروع میکنم، Y1، Y2، Y3، یه مدل سه متغیره رو در نظر بگیریم، این مدل سه متغیره رو شما اگر نگاه بکنید الان Y1 = (0) در واقع عرض از مبدأ هست θ1Y2 علاوه θ2Y3 علاوه الی آخر که دارید مشاهده میکنید، Y2 هم همچنین Y3 هم همچنین. ببینید دوستان، این مدل استرام بهش میگم مدل ساختاری. خب
در این مدل ساختاری، حالا این به شکل ساختاری قابل تخمین نیست. من تو اون فیلم آموزشی وری که قبلا من یه فیلم آموزشی ساختم برای مدل ور، حالا دوستان حتما به اون مراجعه بکنن و اون رو ببینن. این مدل های ور ساختاری به این شکل ساختارش قابل مشاهده نیست، یه قابل مزدخان تخمین نیست. خب حالا علتش هم مشخصه، چون وقتی شما مثلا ایگر که یک تی رو اینجا داری، خب این اگه شما مثلا این عبارت رو بالایی رو خب داخل این بذارید، داخل این پایینی به جای ایگر یک تی بذارید، خب این باعث میشه که این ایگر دو تی با اون پسماند ایو یک تی ارتباط داشته باشه. یا مثلا ایگر یک تی، الان شما نگاه کنید اینجا مثلا چی نوشته، ایگر عرض شود که دو تی، درسته؟ ایگر در واقع دو تی نوشته. خب این ایگر دو تی که اینجا نوشته، مثلا فرض کنید این ایگرگ دو تی رو میبینید، بذارید اینو من در واقع یه میاله اینو بذارید، من یه خورده به گل خودمونی خب برگردونمش عقب، با یه فونت کوچکتر اینو بنویسم براتون. نگاه کنید این ایگرگ دو تی مثلا، خب این ایگرگ دو تی که اینجا هست، این ایگرگ دو تی، این پایین نگاه کنید ایگرگ دو تی رو، خب شما اگه اینو مثلا اون بالا بذارید باعث میشه این ایگرگ یک تیه، خب این ایگرگ یک تیه با این جمله پسمانده این یعنی یودویتی ارتباط داشته باشه، همینطور الی آخر، همینطور الی آخر. پس بنابراین چون این ارتباطاتی که بین اینها هست باعث میشه که دیگه از تخمین زن OLS نمیتونیم اینجا استفاده کنیم. در حالت چی؟ عرض شد که در حالت ساختاری. لذاست که عرض کنم خدمت شما عزیزان که باید در واقع چیکار کنیم، این رو با اون تخمین به قول معروف ریدیوس فرم استفاده میشه، ریدیوس فرم رو میزنه. حالا اگه این مدل استراکچرال رو ما بیایم به این شکل ساده کنیم، یعنی بیایم ایگرگ کتی رو منهای تتا 1 ایگرگ 2 تی کنیم منهای تتا 2 ایگرگ 3 تی، تو معادله اول، تو معادله دوم هم همچنین ایگرگ 2 تی منهای تتا 3 ایگرگ 1 تی منهای تتا 4 ایگرگ 3 تی، تو معادله ایگرگ 3 هم همچنین اینو ایگرگ 1 تی و ایگرگ 2 تی رو بکشیم سمت چپ. خب بقیه‌اش هم که اینجا هست دیگه، خودتون دارید می‌بینید بقیه معادله اینجا هست. در نهایت در شکل پایینی اینو ما میتونیم به این شکل در بیاریم، نگاه کنید اینو به این شکل در بیاریم که شما الان اگه نگاه کنید تو این معادله عرض کنم که بالایی، یعنی تو این قسمت عرض شود که بالا، شما الان اینو نگاه کنید، این معادله بالا، این ستای بالایی میبینید، این ستای بالایی اومدیم پایین به شکل چی نوشتیم؟ به شکل ماتریسی نوشتیم. خب یعنی در واقع این یه ماتریس هستش که ما اسمشو میذاریم اینجا آ، این یه ماتریس هست اسمشو میذاریم چی؟ ایگرگ، و ماتریس چی؟ ماتریس بعدی کاما صفر و در واقع کاما یک و ایگرگ تی منهای یک و یو تی. خب اینو بهش چی میگیم؟ حالت ساختاری. الان من اینجا چی نوشتم؟ استراکچرال فرم، یعنی شکل چی؟ ساختاری. پس اینو اصطلاحا هم بهش میگیم چی اینجا؟ بهش میگیم استراکچرال فرم، فرم ساختاری. اگه این آ رو از سمت چپ در یه دونه آی منفی ضرب کنیم در کل این عبارت، خب ضرب بکنیم، شما میبینید که به یه چنین رابطه این پایین خواهیم رسید، میبینید به این رابطه خواهیم رسید، ایگرگ مساوی است با آی مین های یک در گاما صفر بلاوی آی مین های یک گاما یک ایگرگ تی مین های یک آی مین های یک یویتی. خب حالا این رو آی مین های یک در گاما صفر رو بهش میگیم چی؟ آ صفر. یعنی به کل این عبارت میگیم چی؟ آ صفر. به کل این عبارت هم که هست آی مین های یک در گاما یک میگیم چی؟ بذارید اینو قشنگتر بکشم، آی مین های یک در گاما یک میگیم چی؟ آی یک. و به کل این عبارت هم چی میگیم؟ آیا به توان منهای یک یوتی میگیم ایتی. پس این در واقع به این شکل چی میشه؟ خلاصه میشه. به این چی میگن؟ ریدیوس فرم ور. یا ور به شکل چی؟ فرم خلاصه شده، یا ریدیوس فرم ور، ور خلاصه شده بهش میگن. اون چیزی که در عمل ما تخمین میزنیم یعنی تو نرم افزارها و اینا اینه، ریدیوس فرمه. و به شکل ریدیوس فرم عرض شد که هستش. اون چیزی که در عمل تخمین میخوره میبینید اینه. یعنی در واقع بیشتر ما با این سر و کار داریم، بیشتر با این مدل ریدیوس فورور. خب حالا اگر در واقع از اینجا هم یک قدم بریم جلوتر ببینیم به کجا میخوایم برسیم. نگاه کنید دوستان، اون بالا گفتیم که ایتی مساوی آ به توان منهای یک در یویتی. خب این ایتی در یه مدل سه متغیره میشه ای یک تی، ای دو تی، ای سه تی، درسته؟ همون ماتریس آ که اون بالا بود منفی میکنیم به توان منفی یک ضرب در یو یک، یو دو، یو سه. یه چند تا نکته کلیدی و بسیار حساس اینجا هست. ببینید اون
یو هایی که من اونجا نوشتم، یو یک، یو دو، یو سه، مثلا فرض کنید یه متغیر مدل سه متغیره باشه. خب مدل سه متغیره سه تا شوک داره دیگه، یو یک، یو دو، یو سه. این یو ها مربوط به مدل ساختاریه. خب اینا امید ریاضی یو یو پریم میشه آی. یعنی چی؟ یعنی آیدنتیتی ماتریکس، یعنی ماتریس یکه. الان شما نگاه کنید من چی نوشتم، میشم ای یو یک تی، یو دو تی، یو ارز کنم که سه تی، و در واقع قسمت پایین، در واقع اینو قسمت پایین نگاه کنید، یو یک تی، یو دو تی، یو سه تی، در واقع ای یو یو پرایم رو حساب کردم که مساوی است با آیدنتیتی. این پایین میبینید ای یو یک تی، یو دو تی، یو سه تی، در یو یک، یو دو، یو سه ضرب بشه میشه این، میشه زیگما دو صفر صفر صفر، زیگما دو صفر دو تا صفر زیگما دو. خب این میشه ماتریس یکه. این الان آیه، این رو میبینید، این آیه، یعنی آیدنتیتی ماتریکسه. اینجا تو مدل ساختاری، خب تو مدل ساختاری کوواریانس ها چیه؟ صفره. کوواریانس ها چیه؟ صفره. نگاه کنید یه بار دیگه میارم این مدل استرکچرال فرم رو ببینید، مدل ساختاری، و این پسمانتاش چی بود؟ یو بود، درسته؟ یو بود، میبینید یو. اینا کوواریانس هاش صفره، ولی تو این مدل ریدیوس فرم ورکه هست تا ای تی. خب این دیگه، اینجا دیگه کوواریانس ها صفر نمیشه، یادتون باشه، فهمیدید؟ اینجا دیگه صفر نمیشه. الان شما نگاه کنید اون عرض شود که ای یو یو پرایم مال مدل چیه؟ ساختاری. میشه مور برابر با آی نوشتم. خب یعنی آیدنتیتی ماتریکس. یعنی در واقع چرا میگیم آیدنتیتی ماتریکس؟ چون برای اینکه شما سه تا زیگما دو داری اینجا، خب فرض میکنی برای راحتی کار معمولا تو بعضی از حالا اون کتابای اختصاص سنجی و اینا دیگه که مثلا اینا هم یک باشه معمولا دیگه، حالا برای راحتی مثلا اگه فرض کنیم که یک باشه میشه یک صفر صفر یک صفر یک صفر دو تا صفر، میشه چی؟ ماتریس یک. منتها اون ریدیوس فرم ور که بود ای بود پس مانتاژ، درسته؟ شما اگه اون رو حساب کنید ایه ای ای پریم رو حساب کنید، ماتریس واریانس کو واریانس پس مانتا رو حساب کنید، در نهایت به این میرسید، عرض کنم که به یه چنین در واقع عرض کنم که ماتریسی میرسید. این پایین میبینید اینجا دیگه کوواریانس ها صفر نیست، یعنی اینا رو میبینید، این کوواریانس ها رو میبینید، اینا صفر نیست دیگه. متوجه شدید داستان چی شد؟ اینا در واقع صفر نیست. البته اینا رو من تو اون فیلم قبلی ورکه ساختم آموزش دادم، ولی خب شاید حالا بعضی از دوستان حالا اون فیلمو ندیده باشن، حالا اینجا دوباره اینا رو عرض میکنیم خدمتتون. بحث بعدی که وجود داره بحث شناسایی ایدنتیفیکیشن پرابلم استراکچرال ور هست، بحث شناسایی در ور ساختاری. حالا البته من یه نکته رو بگم، من این اسلایت ها رو، یعنی من این فایلی که درست کردم برای فایل آموزشی، اینا رو من عناوینش رو به انگلیسی نوشتم، و حالا البته خیلی قسمتاش رو به انگلیسی نوشتم، خودم هم عمدن این کارو کردم. علتش اینه که شما بعدن که وارد مقالات ISIO نمیدونم اینا خواهید شد، خب اونجا دیگه فارسی ننوشته، اونجا دیگه انگلیسی نوشته دیگه خیلی جاها، و بهتر از همین الان با این عناوین و با این به قول خودمونی واژگان و مفاهیمشون خیلی خوب به زبان انگلیسی آشنا بشید. به خاطر همین من اسلایدو تا جایی که تونستم به انگلیسی نوشتم، خیلی جاها شد عناوینش و اینا شد. خب مسئله چی هستش؟ ایدنتیفیکیشن پرابلم استراکچرال، شناسایی در الگوی اسفر. ببینید دوستان، اون الگوی اسفری که ما در بالا داشتیم این بود دیگه، درسته؟ اینجا 21 تا شما پارامتر داری. خب 21 تا پارامتر داری. شما اگر حساب کنید اینجا الان شما 9 تا پارامتر داری. عرض شود خدمت شما که شما الان اینجا چند تا پارامتر داری؟ 9 تا. خب تو این ماتریس هم 3 تا میشه 12 تا. 12 تا اینجا هم 13 14 15 16 17 18 تا. خب 18 تا با این تتاها. 3 تا هم که اینجا واریانس داری. سه تا هم که اینجا واریانس داری میشه چند تا؟ سه تا هم واریانس داری، واریانس یو یک، واریانس یو دو، واریانس یو سه، که میشه چند تا؟ 21 تا پارامتر. ولی تو این ور عرض شود که خدمت شما عزیزان که تو این ور ریدیوس فرم که اینجا هست، این ور پایینی یعنی ور ریدیوس فرم ور، شما 18 تا پارامتر بیشتر نداری. چرا؟ چون سه تا پارامتر که اینجا داریم، خب 9 تا هم که اینجا داریم میشه 12 تا، درست شد؟ سه تا هم واریانس اینجا داری که میشه چقدر؟ 15 تا. سه تا هم کوواریانس داریم. خب سه تا هم کوواریانس اینجا داریم، چون عرض کردم اینجا تو مدل ریدیوس فرم ور کوواریانس ها صفر نیستن. خب پس سه تا هم کوواریانس داریم که میشه جمعا چند تا؟ 18 تا. خب پس بنابراین از این ریدیوس فرم ور نمیتونیم برسیم به اون استراکچرال فرم ور. چرا؟ چون برای اینکه اصلا مسئله مشکل شناسایی پیش میاد، متوجهید؟ مشکل شناسایی پیش میاد. حالا البته اینا بحثاش بسیار مفصله، من سعی کردم خیلی خیلی خلاصه سازی کنم، خیلی خیلی
به قول خود می خلاصه وار اینا رو توضیح میدم. یه بحثی که اینجا تو بحث شناسایی و اینا پیش میاد، حالا اگر بخوایم اینو مطرح کنیم، بحث تجزیه چاسکی هست. چاسکی فکتوریزیشن اور چاسکی دکمپوزیشن، تجزیه چاسکی بهش میگن. ببینید ما در واقع اینجا الان توی مدل سه متغیره اینجا عرض کردم این 18 تا پارامتر داره، اون بالای ساختاری 21 تاست. پس ما باید اون 21 تا رو اگه سه تا پارامترشو مقید کنیم، مثلا فرض کنید صفر کنیم، خب مثلا فرض کنید صفر کنیم، میشه 18 تا پارامتر، درست شد؟ این پایینی هم که ریدیوس فرم ور، همون که تخمین میزنیم، میشه 18 تا پارامتر، لذا ور ساختاری قابل بازیابی هست. حالا مثلا اینجا فرض کنید میام میگیم که چی؟ میام میگیم آقا کدوم‌ها رو صفر کنیم؟ مثلا فرض کنید این سه تا پارامتر بالایی هست، این تتا 1 تتا 2 منهای تتا 1 منهای تتا 2 منهای تتا 4، فرض کنید اینا رو اینجا الان من صفر کردم، میبینید تو این ماتریس بالایی، خب این ارسیو که منهای تتا 1 منهای تتا 2 منهای تتا 4 رو این پایین صفر کردم، میبینید، و بعد اینجا یه ماتریس پایین مثلثی درست شده، میبینید یه ماتریس چی درست شده؟ پایین مثلثی درست شده. خب الان اینجا من اسم این ماتریس چیه؟ چاسکی فکتوریزیشن اور چاسکی دکم، تجزیه چاسکی. یه ماتریس پایین مثلثیه. ماتریس پایین مثلثی یعنی چی؟ یعنی پایین فقط اون قطر اصلی عدد داره، بالای قطر اصلی صفره. خب اگه شما نگاه کنید اینجا الان این سه تاش مقید شد دیگه، درست؟ سه تاشو ما صفر کردیم. خب پس بنابراین الان اینجا قابل بازیابی هست اون مدل ور ساختاری. و یه نکته به شما بگم، این چاسکی فکتوریزیشن یا تجزیه چاسکی یه بحث بسیار بسیار مهم و به شدت پرکاربردیه که در تقریبا اکثر مدل‌های حالا ور و نمیدونم اینها به شدت ازش استفاده میشه و به شدت هم بهش تأکید میشه و میگن تو اکثر مقالات و اینها. حالا اینا ممکنه بعضی از بچه‌ها مثلا توش مشکل داشته باشن که این تجزیه چاسکی چیه و اینا. تجزیه چاسکی همینه، میبینید، یعنی اون ماتریس اولی که ضرب میشد اون آه، اینو اومدیم پایین مثلثی گرفتیم به این ترتیب، اینا رو صفر گرفتیم و بالاشو بعد یک گرفت. حالا این مبنای چیز نداره، مثلا مبنای تئوری فعلا اینجا نداره. خب این یه روش تجزیه است، روش‌های مختلف تجزیه وجود داره. منتها این روش تجزیه رو که شما میری که پرکاربردترین و روش تجزیه هست تقریبا تو مدل‌های ور و اس ور و اینا، این یه سری دلالت‌هایی داره، یعنی به لحاظ تئوریکی تو مدل یه سری خب بالاخره دلالت‌هایی داره که اونو من الان توضیح انشالله خواهم داد. خب در ادامه همون بحث تجزیه چاسکی رو شما بیاد نگاه کنید، این مدل ساختاری رو ما تبدیل کردیم به این مدل ساختاری، میبینید چون سه تاش صفر شد الان اینجا چند تا گیت چیز داریم، پارامتر 18 تا، این ریدیوس فرم ور هم چند تا توش پارامتر هست 18 تا، میبینید پس دیگه این مدل ور ساختاری قابل بازیابی هست چون در واقع قابل شناسایی هست. ببینید اون تجزیه چاسکی دوستان یه سری دلالت ها ایجاد میکنه تو مدل، یا اصطلاحا ایمپلیکیشن های ایجاد میکنه. اگه مثلا اون مدل بالا رو خب شما وردار بنویس به همون ترتیبی که من گذاشتم، یعنی با اون ترتیب چاسکی برید، این دلالت ها رو ایجاد میکنه. ماتریس اون بردار اول به این شکل در میاد، خب بردار دوم به این شکل در میاد، این که این وسط نوشتم، و بردار سوم به این شکل در میاد، معادله سوم. ببینید تو معادله دوم y1t خب رو y2t اثر داره، تو معادله سوم هم y2t و y1t رو y3t اثر داره. یعنی چی هستن این بحث تجزیه چاسکی؟ یعنی وقتی من این کارو کردم، ببینید متغیر اول دوستان علت العلل هست، متغیر اول علت العلل هست. مثلا من اینجا یه مثال زدم، an example، یه مثال آوردم براتون، مثل همون مثال معروف PPI، WPI، CPI. PPI producer price index، شاخص قیمت تولید کننده. WPI چیه؟ wholesale price index، شاخص قیمت عمده فروشی. CPI چیه؟ consumer price index، شاخص قیمت مصرف کننده. خب وقتی PPI بره بالا، شاخص قیمت تولید کننده، شاخص قیمت عمده فروشی یا WPI یا wholesale price index هم میره بالا. اونم بره بالا، شاخص قیمت خرده فروشی یا CPI یا consumer price index هم میره بالا، درسته؟ پس جهت علیت از کجاست؟ از طرف PPI به WPI، از WPI به CPI. پس این PPI که اینجا وجود داره، خب این PPI که اینجا وجود داره، این میشه چی؟ علت العلل، علت العلل. پس وقتی ما از تجزیه چاسکی استفاده میکنیم، دلالت تئوریکش چیه؟ اون متغیر اول میشه چی؟ علت العلل بقیه. خب یه مثال دیگه میزنم، شما فرض کنید مثلا ما یه متغیری داریم مثل اویل، یعنی نفت. خب فرض کنید نفت وقتی افزایش پیدا میکنه، بذارید اینو خوب بنویسم، این خوب نفت، مثلا اویل، خب نفت مثلا،
خب این نفت وقتی افزایش پیدا میکنه جی دی پی افزایش پیدا میکنه، درآمد ملی افزایش پیدا میکنه، درسته؟ میره بالا. وقتی درآمد ملی و جی دی پی هم افزایش پیدا کنه، مصرف چی میشه؟ مثلا کانسامپشن، حالا در واقع کانسامپشن، در واقع کانسامپشن یا مصرف، خب کانسامپشن یا مصرف میره بالا. پس جهت علیت از کجاست؟ از نفت، خب به سمت جی دی پی، از جی دی پی به سمت جی مصرف. چرا؟ چون مثلا تئوری اینو میگه، متوجه؟ چون تئوری اینو به ما میگه. البته این تجزیه چاست که منطق تئوری نداره، خب، ولی وقتی شما اینو استفاده میکنید، متغیر اول علت العلله. به خاطر همین وقتی یه مدل ور رو میخوام بسازن، اول اون متغیری که علت العلله مثلا میذارن اول، مثلا مثل پی پی آی، خب متغیر بعدی که روش اثر میذاره چه دبلیو پی آی، میذارن تو ردیف دوم. متغیر سی پی آی که مثلا آخر از همه است، میذارن ردیف سوم. میگن این اولی اثر میذاره رو دومی، دومی روی سومی. پس این اولیه چی اینجا؟ علت العلل، علت العلل. این تجزیه چاسکی تقریبا یه چنین دلالت هایی داره، یعنی توش متغیر اول علت العلل محسوب میشه. معمولا وقتی میخوان طراحی کنن یه مدل رو، از این تجزیه چاسکی به شدت چیکار میکنن؟ استفاده میکنن، یعنی تو اکثر مقالات ISI و نمیدونم اینها. حالا در ادامه باز اینو بیشتر باز خواهم کرد، این روش تجزیه چاسکی و این چیزا رو. خب این در ادامه همون بحث ایمپلیکیشنز های دلالت هایی که داره، شما اگه نگاه کنید اون ماتریس ایتی بود که مساوی با آیمین های یک در یویتی. خب اگر من این ماتریس رو بیام همینجا نوشتم، من درسته منفی بتوان مین های یک کنم، ضرب در یو یک یو دو یو سه کنم، در یه مدل سه متغیره، در نهایت این در میاد. میبینید این ماتریس پایینیه در میاد، به این ترتیب در میاد. حالا اینا رو مثلا من محاسباتشو براتون نوشتم. حالا در ادامه بعدا تو تخمین عملی که تو ایویوس هست، راجع به اون تجزیه چاسکی با صحبت خواهم کرد. یه بحثی که وجود داره، حالا مدل بی هست، فعلا این مدل آ رو بررسی میکردیم، مدل بی وارد میشه. مدل بی دیگه چیه؟ ببینید دوستان، یه بحثی هست، حالا شاید اینو خیلی از دوستان آشنا نباشن اصلا مدل بی دیگه یعنی چی. اون مدل آ خیلی معروفه، اونو خیلی دیدن تو مقالات، ولی مدل بی رو خیلی بلد نیستن، نمیدونن اصلا چیه. ببینید تو مدل بی میاد چی میگه؟ میگه آقا این توابع، این چیز که هست، پسماندهای مدل ریدیوس فرم ور یا ور در واقع خلاصه شده، خب ای یک تی، ای دو تی، ای سه تی، میگیم در واقع اینجا فرض بر اینه که بین اینا و این پسماندهای مدل ساختاری یعنی یو یک تی، یو دو تی، یو سه تی یه ارتباطی وجود داره، میتونه باشه دیگه، درسته؟ میگیم آره میتونه باشه. خب این ارتباط رو در قالب یه ماتریسی به نام، عرض کنم خدمت شما عزیزان که ماتریس B، این ماتریس B نشون میشه داد، یعنی بیان بگیم این ایتیه که هست مساوی است با B ضرب در UAT، یعنی اون پسماندهای مدل ریدیوس فورور که E1T، E2T، E3T هست با پسماندهای مدل ساختاری U1T، U2T، U3T از طریق ماتریس B چی داره؟ ارتباط داره. خب اینجا شما اگه نگاه کنید ET مساوی B ضرب در UAT، اگه در واقع اینو امید ریاضی ET پریم رو حساب کنید، میشه این، میبینید این قسمت پایین که من نوشتم، میشه در واقع این عبارت. در مدل ور ساختاری هم که چی داشتیم؟ اینو داشتیم، اون بالا من براتون اثبات کردم. مدل بی هم تو بعضی از مقالات استفاده شده، یعنی مدل بی هم تو خیلی از مقالات استفاده شده و اشاره شده که این مدل بی هستش و اینا. حالا اینم باز بعضی از بچه‌ها مثلا شاید توش اشکال داشته باشن که این یعنی چی، مثلا چه جوری رفته اینا. مدل بی داستانش همینه که الان گفتم. خب در اینجا برای دقیقاً شناسا شدن مدل یا برای جاست آیدنتیفاید شدن مدل، باید کا در کایمین ها یک تا گیت تحمیل کنیم. الان مثلا ما یه کا چیه؟ کا تعداد کل متغیرها در مدله. الان فرض کنید مدل ما سه متغیر است، خب کا مثلا سه، خب کا در کایمین هایش دوم میشه چقدر؟ میتونید بگید 3 ضرب در 3 مین هایش تقسیم بر 2 میشه 3 دیگه، نه؟ پس باید 3 تا گیت بدیم. خب اون 3 تا گیتی که دادیم کدومه؟ عرض کنم که 3 تا گیتی که دادیم مشخص کدومه دیگه؟ یکیش اینه، این صفری که اینجا دادیم، خب یکیش این صفره، یکیش هم این صفر پایینیه. میبینید این صفر پایین، بذارید اینو درست بکشم، یکی هم این صفر پایینی. پس ما این 3 تا گیت رو دادیم، میبینید اینا 3 تا گیت، یعنی در واقع 3 در 3 منهای 1 که میشه 2 تقسیم بر چی؟ 2 میشه چقدر؟ 3. 3 تا گیت باید بدیم تا دقیقاً شناسا بشه. الان شما نگاه کنید اون بالا من 3 تا گیت دادم دیگه، درسته؟ یعنی 3 تا صفر در نظر گرفتم. پس این مدل الان دقیقاً شناسا است. حالا تو ایویوز اینو براتون تخمین میزنم و نشون خواهم داد که ایویوز هم دقیقاً اینو به شما نشون خواهد داد که این دقیقاً شناسا هستش.
حالا میریم سراغ مدل AB یا معروفترین و پرکاربردترین و قویترین مدل SVR که تقریبا تو اکثر مقالات های سایم با مدل SVR اشاره شده. مدل AB مزد خواهم اشاره شده. Structural VAR مدل AB. ببینید دوستان، مدل AB بحثش اینه. ما اون مدلی که داشتیم AY مساوی کاما صفر کاما یک Y منهای یک به علاوه UAT. میگیم اینجا مدل AB اینو می‌نویسیم. یعنی میگیم این طرف سمت چپ این AR رو داریم. این طرف سمت راستم چی رو داریم؟ BAUAT رو داریم. دیگه نه UAT. فهمیدی؟ به این میگن چی؟ BAUAT. اینو اصطلاحا هم بهش چی میگن؟ مدل AB. مدل چی؟ AB. خب این مدل AB که یکی از پرکاربردترین و در واقع میتونم بگم مدل کلی و کلی هستش، به این ترتیب نوشته میشه. مدل های A و B هم در واقع چی هستن؟ حالت خاصی از این مدل AB هستن. یعنی چی؟ یعنی اگه شما این B رو، خب این B بالا رو یکی در نظر بگیرید، ماتریس یکی آیدنتیتی در نظر بگیرید، میرسید به همون مدل A. اگرم A رو یکی در نظر بگیرید، خب یکی در نظر بگیرید، میرسید به همون مدل B. متوجه چی شد؟ میرسید به مدل چی؟ B. حالا اگه A یکی نباشه، B هم یکی نباشه، اون وقت میشه چی؟ مدل AB. مدل چی میشه بچه ها؟ AB. خب حالا از سمت چپ این A رو به توان منهای یک کن، ضرب در این عبارت ها کن. خب و بعد اینجا این عرض کنم خدمت شما که این ریدیوس فرم ور میاد بیرون، یعنی فرم خلاصه شده اینجوری در میاد بیرون، میبینید به این شکل. و اینجا این EAT برابر با این میشه، میشه چی؟ آی منهای یک ضرب در B، A به توان منهای یک ضرب در B، ضرب در UAT. تو نرم افزار Eviews 10 به آی منهای یک به توان منهای یک ضرب در B میگه S. تو نرم افزار Eviews 10 به A به توان منهای یک ضرب در B چی میگه؟ میگه S، که من اینجا با رنگ قهوه‌ای نشون دادم. پس میگیم EAT مساوی است با S ضرب در UAT. اگر تو این معادله که اینجا ستاره زدم، خب عرض کنم که این مدلی که اینجا هست اینو، خب به این ترتیب شما میتونید بنویسید IET مساوی است با BAUAT. IET مساوی است با BAUAT. چرا میشه به اون ترتیب نوشت؟ خیلی ساده است دیگه، چون A به توانه، عرض کنم که منهای یک که داری ضرب در B ضرب در U، خب مساوی است با IET. درست شد؟ مساوی است با این IET. خب این طرف اینو از سمت چپ در یه دونه A ضرب کن، میشه چی؟ میشه B U مساوی است با I E T. درسته؟ I E T. پس این مدل در واقع این ای رو یه خورده بد خط نوشتم، سب کنید. I در واقع E T E T. فهمید داستان چی شد؟ پس این I E T مساوی چی میشه؟ B U. همینجا من اینو عرض کنم خدمت شما، اینجا اینو من نوشتم، میبینید قسمت پایین. یعنی اینکه معادله که ستاره زدمو بنویسید A به توان منهای یک ضرب در B ضرب در U مساوی EAT. طرفین از سمت چپ داری A ضرب کن، میشه BAU مساوی IET. میشه IET مساوی BAU. این IET مساوی BAU شاید بتونم بگم اصلی ترین فرمول و کلیدی ترین و قوی ترین فرمولی هست که تو مدل های در واقع ور SVR ما باش کار خواهیم کرد. این مدل که تو اکثر نرم افزارهای آماری مثل Eviews و فلان و اینا و حتی تو نرم افزار RStudio و استاتا با این فرمول در واقع کار میشه. البته ممکنه نوتیشنش اونجا فرق کنه، اونجا به جای EAT چه میدونم بعضی جاها اپسیلون مینویسه، بعضی جاها به جای UAT مثلا ممکنه یه چیز دیگه بنویسه. خب مثلا دیگه ممکنه با اپسیلون نشون بده، ولی فرمول اصلی بیس اصلیش اینه. من اینو IET BAUAT چرا با A مثلا چرا با E و U نشون دادم؟ چون تو نرم افزار Eviews 10 اینجوری نشون داده. خب Eviews 10 با این نوتیشن نشون داده، با این فرایند نشون داده. و برای اینکه اونجا وقتی میخوام تخمین بزنم، خب به صورت عملی وقتی اینا رو به شما نشون خواهم داد، اومدم نوتیشن رو و این فایل های توضیحی رو یه جوری نوشتم که عین همون در واقع چی باشه، همون نوتیشن Eviews باشه، عین همون نوتیشن نرم افزار Eviews 10 باشه، که شما دقیق وقتی اینجا درس رو فهمیدی اونجا وقتی تخمین میزنی دیگه به هیچ وجه دچار مشکل نمیشی. پس این فرمول IET BAUAT از اینجا در میاد. خب حالا میام این طرف در ادامه بس مدل استراکچرال فر، مدل استراکچرال فر مدل AB. ببینید این فرمول بالایی که بودش EAT مساوی I منهای یک ضرب در B ضرب در UAT، خب
آی بتوان منهای یک در بی مساوی است با اس. خب یعنی آ بتوان منهای یک ضرب در بی خب میشه چقدر؟ گفتم میشه اس، که من اس رو اون پایین با چی نشون دادم؟ با رنگ قهوه‌ای. میبینید اینجا با رنگ قهوه‌ای نشون دادم، میشه ای تی مساوی اس یو تی. از طرف دیگه این فرمول هم که اون بالا براتون اثبات کردم دیگه، درسته؟ خب حالا این آیتی توی مدل سه متغیره میشه 3 در 3 خب، و در واقع بی هم که میشه چی؟ 3 در 3 دیگه. سه تام پسماند اینجا هست، سه تام پسماند اینجا هست. معمولا تو اکثر این مدل های ای بی که تو این استرکچرال ور کار میشه اینطوریه، ماتریس آ رو خب یه ماتریس مثلا فرض کن چاسکی بگیر، یا ماتریس پایین مثلثی لاور تریانجولر ماتریس من نوشتم، ماتریس پایین مثلث این همون تجزیه چاسکی خب، و ماتریس بی رو چی میگیرن؟ عرض کنم خدمت شما عزیزان که ماتریس بی رو به شکل دایاگونال میگیرن، یعنی قطری میگیرن. میبینید یعنی فقط رو قطر اصلیش در واقع پارامتر داره، بقیه‌اش چیه؟ صفره. تقریبا تو اکثر مقالات آی اس آی او اینها با این روش رفته، یعنی روش ماتریس آ رو اینجوری نوشته، ماتریس بی رو اینجوری نوشته. حالا در ادامه اینا رو قشنگ واس خواهم کرد بیشتر براتون. خب بحث شناسایی در این مدل ای بی رو داریم، یعنی در واقع عرض شود که آیدنتیفیکیشن این مدل ای بی. شناسایی در مدل های ای بی چجوریه؟ الان همون مدل بالا رو من همینجا نوشتم. خب ببینید دوستان، اگر عناصر روی قطر اصلی ماتریس آ یک باشه، مثل اینجا، خب ببینید مثل اینجا، در این حالت به دو به توان دو در کا به توان دو من های کا من های کا در کای بلاوی دوم گیت برای دقیقا شناسا بودن نیاز داریم. خب این کا چیه؟ تعداد متغیرها در مدل. الان سه تا متغیر داریم، پس کا سه. خب پس کا سه. و اگر اعداد روی قطر اصلی ماتریس آ یک نباشه، در این صورت به اینقدر گیت برای دقیقا شناسا بودن در واقع نیاز داریم. خب به طور کلی اگر بیش از موارد مذکور به مدل گیت تحمیل کنیم، مدل اصطلاحاً چی میشه؟ بیش از حد مشخص میشه، یا بهش چی میگیم؟ اصطلاحاً میگیم اوور آیدنتیفاید. اوور آیدنتیفاید. و نرم افزار ایویوز اونجا تو تخمین یه آماره آزمون LR یا لایکلیهود ریشیو یا نسبت درست نمایی رو به ما خواهد داد. و فرضیه صفرش اونجا چیه؟ فرضیه صفرش اینه که اون گیدی که شما به مدل تحمیل کردی درسته، یعنی اگه پراب آزمون اونجا پراب آزمون اون احتمال اون در واقع LR که میده، یا در واقع آمار آزمون نسبت درست نمایی که میده بیش از 500 اون باشه، که اینجا من 500 اون رو نمیدونم، ولی شاید نوتیشنش یه خورده غلط نوشته باشم، این 500 اومه خب، 500 اوم، ولی شاید تو تایپش بد افتاده باشه نمیدونم، 500 اوم شود، فرضیه صفر را در سطح معنیداری 500 اوم میپذیریم. این البته 500 اوم گفتم اینجا فونتش بد افتاده، در سطح معنیداری 500 اوم میپذیریم. یعنی چی؟ یعنی اون گیدی که شما به مدل تحمیل کردید اون در واقع کاملا چی هستش؟ درست هستش یا معنیدار هستش. حالا بعدن اینو بهتون نشون میدم که یعنی چی. حالا این آماره آزمون خودش یه توضیح مجانبی چیدو داره. حالا اینا چیدو رو هم بعضی جاها میگن کایدو، بعضی جاها میگن خیدو، ولی تا اونجایی که من میدونم اصل تلفظ یونانیش چیدوه. خب حتی تو نرم افزار ایویوز هم نگاه کنید نوشته چی اسکوئر، نوشته چی اسکوئر، نه نوشته کای اسکوئر، ولی خیلی از اساتید میگن کایدو، بعضی جاها میگن خیدو. خب آماره آزمون LR دارای توضیح مجانبی چی هستش؟ توضیح مجانبی چی دو هستش با یه درجه آزادی، نه مثلا فرض کن کیو. این درجه آزادی چیه؟ درجه آزادیش یعنی همین کیوه، تعداد گیت هایی که به مدل زدیم من های تعداد گیت های لازم برای دقیقا شناسا بوده. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید مثلا من 18 تا گیت زدم به مدل. خب 18 تا گیت زدم، تعداد گیت های لازم برای دقیقا شناسا بودن چیه؟ 16 تاست. خب پس این کیو چقدر میشه؟ میشه 2 تا. حالا اینو در واقع بعدم بهتون عرض شد که تو مدل هایی که تخمین خواهم زد در ایویوز نشان خواهم داد. به عنوان مثال آماری آزمون ایلر داره توضیح میزنه چی دو است، اینجا توضیح دادم. به عنوان مثال الان در مثال بالا ما به 10 گیت به سیستم تحمیل کردیم، یعنی در واقع 10 تا گیت به سیستم تحمیل کردیم، 3 تا صفر اینجا داریم، 3 تا صفر اینجا داریم تو ماتریس بی، میشه 6 تا. خب و 3 تا صفر هم اینجا داری، این هم 3 تا گیت هم اینجا زدی، خب میشه چقدر؟ میشه در واقع
9 تا، یه دونم صفر اینجا داره میشه چقدر 10 تا. پس شما 10 تا گیت به سیستم زدیم. پس می‌نویسیم کیو مساوی است با 10 تا. منهای تعداد گیت های لازم برای اینکه دقیقاً شناسار باشه چند تا است؟ 9 تا. پس این کیو چقدر میشه؟ یه دونه. پس بنابراین این آمار آزمونی که اینجا تو ایویوز به ما میده LR توی مدل مثلا سه متغیره، اگه من اینجوری A و B رو، ماتریس Aش رو و ماتریس Bش رو طراحی کنم، یه آمار آزمون LR رو به من میده با توزیع مجانبی چی؟ چی دو با درجه آزادی یک به من اینو میده. حالا اگر این یه مدل چی باشه؟ سه در سه باشه دیگه، ماتریس A رو اینجوری طراحی کنم، ماتریس B رو اینجوری طراحی کنم. چون حالا اون اینم از من سوال پرسیده بودن که این مثلا آزمون لایکلیهود ریشیو دیگه چیه، اونجا تو اسفر در میاد این چجوری حساب میشه و نمیدونم بحثش چیه و اینا، اینم حالا من لازم دونستم که یه توضیحی خدمت عزیزان ارائه بکنم. خب ببینید مدل استراکچرال ور مدل آ، دوباره برمیگردیم رو همون مدل آ. ببینید این فرمول اصلی که داشتیم اون شاکلید ماست دیگه. نه اینجا اگر این بی رو شما یک بگیرید، آیدنتیتی ماتریکس بگیرید، خب یک بگیرید و میرسیم به همون مدل چی؟ میشه آی ای تی مساوی است با یو تی، درسته؟ میشه آی ارز کنم که ای تی مساوی است با یو تی، میرسیم به همون و در واقع ای تی میشه چی؟ آ به توان مین ها یک ضرب در یو تی، میشه همون مدل آ دیگه، میشه همون مدل چی؟ مدل آ. این مدل آ هم تو اکثر مقالات خیلی معروفه، یعنی همون حالت ای بی رو در نظر بگیریم بالا، خب بی شو مثلا فرض کنیم یک باشه، آیدنتیتی باشه، میرسیم به همون مدل آ. حالا بحث شناسایی تو این مدل آ چیه؟ تو مدل آ گفتم بی رو من یک میگیرم، درسته؟ میبینید این بی رو یک گرفتم. اینجا برای اینکه شما بتونید شناسایی کنید در مدل آ، حالا چرا من اینا رو جدا کردم مدل آ رو، اینا مدل بی رو مدل آ رو، چون تو بعضی از مقالات یا پایان‌نامه ها با مدل آ میره، بعضی فقط با مدل بی میره، بعضی با مدل ای بی میره، لذا در واقع مخاطب باید بالاخره بفهمه که مدل آ چیه، مدل بی چیه، مدل ای بی چیه، یعنی به صورت مجزا با هر کدومش بتونه چیکار بکنه، کار بکنه. خب در مدل آ برای دقیقاً شناسا شدن، یا من زیرش چی نوشتم؟ جاست آیدنتیفاید مقابلش نوشتم داخل پرانتز شدن، مدل باید کا در کا مین های 1 دوم گیت به مدل تحمیل بکنیم و اگر بیش از این گیت به مدل تحمیل شود مدل چه خواهد شد؟ بیش از حد شناسا یا اوور آیدنتیفاید خواهد بود. الان مدل بالا بیش از حد شناسا است، چرا؟ چون ما سه تا مایه متغیر نداریم، خب کا مساوی 3، کا در کا مین های 1 دوم میشه چی الان؟ میشه 3 دیگه، درسته؟ پس من باید سه تا گیت تحمیل کنم، خب سه تا صفر زدم اینجا، این یه صفر، این یه صفر، این یه صفر، درسته؟ سه تا هم اینجا یک دادم، سه تا هم اینجا چی دادم؟ یک دادم. این سه تا یک میشه چی؟ به نوعی مثل سه تا گیت عمل میکنه، به نوعی مثل سه تا گیت عمل میکنه. پس بنابراین من 6 تا گیت دادم، در حالی که 6 تا گیت دادم، خب در حالی که باید چند تا میدادی برای دقیقاً شناسا شدن؟ خب 3 تا. پس 3 تا گیت بیشتر از اون دادی، میشه کیو مساوی 3. پس بنابراین آماره ال ار رو نرم افزار ایویوز به من خواهد داد با درجه آزادی در واقع چی؟ 3. که اینو حالا بعداً بهتون ثابت میکنم تو تخمین ایویوز دقیقاً نشون خواهم داد. و این قسمت پایینم همینو نوشتم، فقط یادتون باشه بچه من این 0.5 که نوشتم اینا تو فونتش خورده بد افتاده، اینا 0.05 ها، 0.05، اینا 5 چیه؟ 0.05. من یه خورده حالا تو این فونتش و ایناش که نوشتم شاید دچار مشکل باشه. خب مدل B چیه بچه ها؟ همین مدل A I E T B U T که داشتیم. خب فرض کنید ماتریس A identity matrix باشه، یعنی ماتریس یکه باشه، خب میرسیم به این فرمول، برگشتیم به همون چی؟ مدل B. مثلا فرض کنید مدل B چی باشه؟ مثلا اینجوری باشه، فرض کنید چه میدونم lower triangular matrix باشه، ماتریس پایین مثلثی باشه. حالا تو بعضی از مقالات و اینا اینجوری میان توضیح میدن، اونجا مدل A رو، ماتریس A رو چی گرفته؟ یکه گرفته، identity matrix گرفته. خب چون اگه identity matrix یا ماتریس یکه بگیری، IET مساوی PUET میرسی به IET مساوی PUET، به همون مدل چی میرسی؟ B. الان من این بالا چی نوشتم؟ structural ور مدل B، فهمیدی چی شد؟ دوباره در واقع میرسی به مدل B. بحث دیگه که اینجا داریم بحث مقادیر ویژه و شرط استیبیلیتی کاندیشن در مدل ور هست. البته این یه بحث بسیار بسیار مفصلی داره، ولی خب من خیلی کوتاه این رو میگم. شرط مانایی در اینجا باید قدر مطلق تمام مقادیر ویژه کمتر از یک باشه،
اصطلاحاً ماژول ها باید کمتر از چی باشه؟ یک باشه. در این صورت هر شوک تصادفی موجب تغییر در ایگرگ می شود، ولی با گذشت زمان کوچک می شود، از بین می رود. ببینید یه مدل ور شما در نظر بگیر. اگر در واقع حالا بعداً به شما میگم که اصلا این نرم افزار ایویوز چجوری اینو حساب میکنه مقادیر ویژه این مدل رو، خب، و این مقادیر ویژه رو که در میاره، در واقع ماژول های همه اینها باید چی باشه؟ قدر مطلق همینها کمتر از یک باشه. تا اصطلاحاً میگیم ور چی رو تعیین میکنه؟ شرط ثبات یا شرط پایداری رو، شرط پایداری یا استیبیلیتی کاندیشن رو تعیین بکنه. حالا در ادامه بهتون میگم که چجوری اصلا نرم افزار اینو حساب میکنه. یعنی یه مدل وری که شما بهش میدی اینو چجوری مثلا در میاره و بعد چجوری مقادیر ویژه رو در میاره و چجوری حساب میکنه. فقط من راجع به مقادیر ویژه چیزی بگم دوستان. ببین مقادیر ویژه دو جوره. بعضی وقتا مثلا یه عدده، مثلا تو میگی 1200، خب، بعضی وقتا مقادیر ویژه چیه، مثلا این لاندا که در میاد، اون چیز داشتیم عدد مختلف بود، چی بود اون تو ریاضیات یادتون میاد؟ لاندا مثلا آی به علاوه پی آی، همین یادتون میاد یا نه؟ که میگفتیم این در واقع جزء حقیقی، این جزء نمیدونم مجازی ایمجینریه، نمیدونم این یادتون میاد تو ریاضیات یه چنین چیزی بود، زد مساوی است با آی به علاوه بی آی، تو این بحث نمیدونم عدد مختلط و اینا یادتون میاد، نمیدونم عدد مختلط بود چی بود. بعد این که در میآوردیم، خب این قدر مطلق اینو میخواستی حساب کنی چیکار میکردید؟ میومدید رادیکال مینوشتید این آ رو، خب به توان دو میرسوندی این آ رو، بعد اون بیرم به توان دو میرسوند زیر رادیکال، اون وقت میشد چی؟ همون ماژول در واقع این زده. اینجا هم دقیقا همونطوری میریم. یعنی شما فرض کن مثلا اگه مثلا ما یه لاندای داشته باشیم، لاندا مساوی است با چی؟ مثلا فرض کنید یه لاندای داشته باشیم، لاندا عرض شود که مثلا مساوی است با مثلا 12 مثلا 1400، فرض کنید 1400 به علاوه مثلا 700 آی، خب ماژول اینو بخواد حساب کنه چجوری حساب میکنه؟ میگه رادیکال 1400 به توان 2 میرسونه، خب 1400 به توان 2 میرسونه به علاوه اون 700 به توان چند میرسونه؟ 2 میرسونه. و وقتی یه عددی در میاد دیگه، درسته، این عدده باید کمتر از یک باشه. این عدده چی باشه؟ کمتر از یک باشه. در واقع اینو فرایندش به این ترتیبه که اینجوری میاد حساب میکنه. بعضی وقتا اون وقت اون ماژولا، اون لانده، مقادیر ویژه اون لانده هایی که در میاد چجوریه؟ عدده. مثلا فرض کن همین الان گفتم دیگه یه دونه عدده، مثلا فرض کن لانده هم سایی 12. بعضی وقتا ممکن اینجوری باشه، بعضی وقتا عدد مختلف باشه، مثلا به این شکل باشه آی به علاوه بی آ، آی به علاوه بی آ، که اونم گفتم چجوری ماژولش رو در میاره. حالا این در واقع نحوه محاسبه چیز هستش. این که مثلا شما فرض کن یه مدل فرضی باشه، یه مدل فرضی ور اینطوری داشته باشه. این مدل الان عرض از مبدأ رو من برای راحتی کار در نظر نگرفتم، خب دو تا متغیر داره مثلا، خب سه تا وقفه داره. فرض کن یه چنین مدل وری داری، خب اینو بخوای ماتریسی بنویسی اینجوری میشه دیگه، مثل این حالت پایین میشه، درسته؟ حالا اینو چجوری میاد ایویوز مثلا چیزشو حساب میکنه، مقادیر ویژه‌شو؟ ببینید دوستان، ما هر مدل وری رو عموما میتونیم به شکل یه ور یک بنویسیم، به شکل یه مدل ور چی بنویسیم؟ به شکل یک مدل ور یک بنویسیم، ور یک. الان شما اگر نگاه کنید، شما اگر نگاه کنید این قسمت بالایی رو، این ماتریس، این ماتریسه رو که من این مدلی که اینجا نوشتم، خب این ایگرگ یک تی ایگرگ دو تی، مثلا این ماتریسایی که اینجا نوشتم میبینید، این ماتریس رو، این فرمول بالایی رو، این فرمول بالایی که سبز دورش کشیدم، اینو این پایین، خب من میتونم به شکل ماتریسی بنویسم. یعنی چی؟ یعنی بیام یه چنین مثلا برداری رو بنویسم، خب ایگرگ یک تی ایگرگ دو تی، ایگرگ یک تی من های یک، ایگرگ دو تی من های یک، ایگرگ یک تی من های دو، ایگرگ دو تی من های دو، بعد ضرایبش رو اینجا بنویسم. این ضرایب بالایی که اینجا بود میبینید، این ضرایبش اینجا بنویسم. بعد همین ماتریسی که اینجا هست، این برداره که اینجا هست که من اسمشو گذاشتم چی؟ با اجازتون اسمشو گذاشتم XT. خب همینو یه دوره ببرم چی؟ عقب. پس به این چی بگم؟ بگم XT من های 1. به علاوه اینم که چیه؟ اینم که خب همون پسمانتاس دیگه. پس این پایین میتونم اینو در این قالب بنویسم، بگم XT مساوی است با F XT من های 1 به علاوه ET. خب پس در واقع الان شما نگاه کنید این فرموله رو میبینید اینجا، این همون به نوعی همون چیه؟ ور 1 دیگه، نیست مگه؟
به نوعی مثلا تو فکر کن مثل ور یکه. حالا سوال اینه، همون مقادیر ویژه که گفتم چند دقیقه قبل بهتون در میاره ایویوز، چجوری در میاره؟ میاد این ماد این ور رو به این شکل فرض کنید مثلا در نظر بگیرید تو مغزتون، یعنی هر مدل وری رو اینجوری در نظر بگیرید، مثلا در حالت کلی xt مساوی fxt منها یک به علاوه et. اگه شما اینجا نگاه کنید شما یه et داری اینجا، خب بذارید اینجوری خورده پاکسازی کنیم به قول خودمونی، بذار شلوغ پلوغ نشه. اینجا شما یه et داری مال پسمانتاست، خب یه دونم xt داری که همینه که اینجا من نشون دادم، یه دونم xt منها یک که اینه، خب یه دونم xt منها یک که اینه. این ماتریس وسطیه که اینجا میمونه، این ماتریس وسطیه که عرض کنم خدمت شما که اینجا میمونه که من با آبی نشونش میدم، این میشه F. میبینید این میشه همون ماتریس F. این ماتریس F من اینجا این پایین با آبی نشون دادم F. خب به این ماتریس F چی میگیم؟ میگیم کمپانیون ماتریکس. میگیم چی؟ کمپانیون ماتریکس، ماتریس کمپانیون. حالا من فارسیشو نمیدونم چی ترجمه کردن ولی ترجمهش میشه همراه، کمپانیون ماتریکس، کمپانیون ماتریکس. یعنی این کمپانیون ماتریکسه. خب ایویوز میاد مقادیر ویژه اینو، لانده های اینو میکشه بیرون. یعنی تو فکر کن مثلا یه ماتریس، یه وری دادی، خب یه مدل وری دادی، اون ور رو به این ترتیب بنویس، به شکل یه وری یک بنویس. خب اینجا یه ماتریسی به نام F درست میشه، درسته؟ اون مقادیر ویژه اینو بکش بیرون، اون مقادیر ویژه این چیو بکش بیرون، همون لانده ها میشه. این ماژول های مقادیر ویژه این ماتریس، خب باید یه قدر مطلق مقادیر ویژه این ماتریس یا ماژول هاش باید چی باشه؟ کمتر از یک باشه. خب حالا الان برای اینکه شما اینو بهتر درک کنید، بهتر بفهمید، من یه بحث این پایین آوردم به نام چی؟ سیمپل رگرسیون. توی رگرسیون عادی یادتون میاد یه مدل اینجوری داشتیم، مثلا یه مدل AR1 داشتیم بدون عرض از مبدا. این الان چیه؟ AR1 without drift term، AR1 بدون عرض از مبدا. اینجا برای اینکه مدل ایستا بشه چی میگفتیم؟ تو اون حالت رگرسیون عادی میگفتیم قدر مطلق بتا باید چی باشه؟ کمتر از یک باشه. توی چی؟ رگرسیون عادی یا سیمپل رگرسیون. الان شما نگاه کن اینجا این مدل بالا رو میبینی، xt مساوی f xt چیز منهای یک، این بالا میبینید، بذارید اینو من در واقع پاکش بکنم. این مدل بالا رو میبینید، همون عرض کنم که مدل بالایی که xt مساوی fxt منهای یک به علاوه et. شما الان اینو نگاه بکنید اینجا، خب عرض کنم خدمت شما عزیزان که یه نکته که میخواستم بگم اینه، اینم تقریبا مشابه همون رگرسیون چیه؟ پایینیه. خب ولی فرقش چیه؟ فرقش اینه اینجا شما با f طرفی، این بالا، این پایین با بتا طرفی، بتا یه عدد اسکالره. خب پس میگیم چی؟ قدر مطلقش کمتر از یک باشه، رگرسیون چیه؟ ایستا هستش یا مانا هستش. ولی چون f این بالا دیگه یه دونه اسکالر نیست، با ماتریس طرفی. خب او وقت در واقع برای اینکه ایستا بشه یا مانا بشه چیکار میکنی؟ میای مقادیر ویژه‌شو میکشه بیرون، مقادیر ویژه‌شو، قدر مطلقشو یا ماژولشو حساب میکنی، باید چی باشه؟ کمتر از یک باشه. حالا اینم در واقع یه چیزی که تو خیلی از متون و کتاب‌ها بهش اشاره شده، پس یادتون باشه این f چی بهش میگیم؟ کمپانیون ماتریس، کمپانیون ماتریس. حالا اینو بعدا من تو ایویوز خب براتون در میارم، مثلا یه مدلی رو تخمین میزنم کمپانیون ماتریکس یا همین fشو براتون میکشم بیرون که ببینید چجوری اینو محاسبه میکنه و بعد مقادیر ویژه اونو ایویوز در میاره به شما ارائه میده. بحث دیگه بحث نورمالیتی هست، آزمون نورمالیتی در ور هست. من اینا رو البته تو اون فیلم آموزشی ور خودم توضیح دادم که چجوریه، ولی یک بار دیگه بالا برای توضیحات بیشتر میگم. نورمالیتی تستین ور یا آزمون نورمالیتی از سه تا روش معمولا استفاده میشه، شامل سه تا روشه که این بالا هست. یکی روش لوتکپول، هلموت لوتکپول، روش دورنیکانسن، روش اوروزا، که عرض کنم که روش دورنیکانسن به ترتیب متغیرها در الگوی ور حساس نیست. معمولا این یه نکته کلیدی که داره اینه، به ترتیب متغیرها در الگوی ور حساس نیست. من البته این قسمت ها رو یه خورده سریع‌تر باید رد بشم چون اینا تو اون فیلم آموزشی ور من که قبلا توضیح دادم گفته شده، اونا رو خواستید میتونید به اونجا مراجعه بکنید و ببینید. بحث دیگه اتوکوریلیشن این ور هست، خود همبستگی در ور هست. برای بررسی خود همبستگی معمولا از آزمون
در واقع لاگرانژ مولتیپلایر استفاده میشه با تعداد وقفه های دلخواه. و در واقع اونجا هم در واقع میاد چیکار میکنه؟ فرضیه صفر حاکی از چیه؟ اینه که خودمبستگی نداریم. خب خودمبستگی نداریم. آماره علم که میده دارای توضیح مجاربی چی دو با درجه زده کاب توان دوه. کام تعداد متغیرها در الگوی وره. یعنی اگه مثلا تعداد متغیرها فرض کنید که 3 باشه، کاب توان دو میشه چقدر؟ میشه 9 تا. اگه پراب این آزمون هم بالای 500 اون باشه، فرضیه صفر رو میپذیریم. فرضیه صفر ما چی بود؟ عدم وجود خودمبستگی. یعنی اگه پراب بالای 500 اون بود، میگیم در سطح معنیداری 500 اون خودمبستگی نداریم. اینا رو حالا من سعی میکنم این مقدار سریعتر بگذرم، چون تو فیلم آموزشی ور اینا رو توضیح دادم همشون. بحث دیگه هتروداستیسیتی این ور هست، یا خود واریانس همسانی. واریانس همسانی معمولا تو ایویوز به دو شکل اجرا میشه. آزمون وایت رو میده، آزمون وایت رو در دو حالت میده، نو کراس ترمز و کراس ترمز. این آزمون وایت هم تو اختصاص سنجی خیلی معروفه. تو این حالت کراس ترمز با نو کراس ترمز چه فرقی داره؟ کراس ترمز نو کراس ترمز فرقش اینه، تو اون مثلا شما یه رگرسیون معمولی در نظر بگیر، الفا صفر به علاوه الفا یک، خب ایکس یک به علاوه الفا دو، خب ایکس مثلا الفا دو ایکس دو به علاوه ایتی. کراس ترمز میاد ضرب اینا رو هم در نظر میگیره، نو کراس ترمز ضرب اینا رو در نظر نمیگیره. نو کراس ترمز ضرب اینا رو در نظر نمیگیره. در حالت کلی در یک رگرسیون کام متغیره مثلا 5 تا 6 تا متغیر توضیحی باشه یا 10 تا باشه، نو کراس ترمز یعنی ضرب اونها رو در نظر نمیگیره، ولی کراس ترمز ضرب اونها رو در نظر میگیره. حالا چرا این اتفاق میفته؟ علتش اینه که حالا چجوری باید از این استفاده کنیم؟ چرا اصلا اینجوری گذاشتن اینو؟ چرا گفتن نو کراستیم کراستیم؟ ببینید بعضی جاها، خب شما وقتی یه مدل تعداد مشاهداتت کمه، اگه کراستیمز رو بزنی درجه آزادی خیلی زیادی از دست میده، مدل دوچار مشکل میشه. خب و اونجا معمولا چیکار میکنن؟ نو کراستیمز رو میزنن. اگه تعداد مشاهدات به قدر کافی وجود داشته باشه، اون وقت در واقع چیو معمولا میزنن؟ ویت کراستیمز رو میزنن. اونجا چیو میزنن؟ ویت کراس ترمز رو میزنن. ولی بعضی وقتا تعداد متغیرهای توضیحی ما زیاده. خب مثلا فرض کن 6 تا 7 تا متغیر توضیحی داری، بخوای ضرب همه اینا رو هم در نظر بگیری، یه عدد خیلی گنده ای میشه. اون وقت اینقدر درجه آزادی از دست میده دیگه، اصلا به قول خودمونی نتایج شاید خیلی قابل اعتماد نباشه. به خاطر همین اونجا معمولا شاید حالت ویت نو کراس ترمز رو در نظر بگیرن. ولی اگر مدل متغیرهای قابل مشاهده به قدر کافی داشته باشه، ویت کراس ترمز رو در نظر میگیریم. بحث دیگه بحث تعیین طول وقفه هست. برای تعیین طول وقفه در الگوی ور معمولا چند تا روش هست. حالا البته روش های مختلفی هست. بعضی هم ممکنه بیان بگن آقا داده های فصلی رو مثلا وقفش رو 4 بگیرید، مثلا فصلی رو مثلا، یا نمیدونم سالانه رو 1 یا 2 بگیرید، یا مثلا ماهانه رو نمیدونم 12 بگیرید و الاخر. مثلا حالا تو بعضی مقالات چه میدونم شاید اینجوری رفته. ولی عموما از چه روشی استفاده میکنن؟ از طرف معیارهای اطلاعات. خب معیارهای اطلاعات چیه؟ آکایک، شوارز، بیزیان، هنان، کوین و این معیارهای دیگه که اینجا بنده نوشتم. روش کار با اینا چه جوریه؟ معمولا تو ایویوز روش کار اینه. شما این وقفه هایی که هست تو ایویوز، حالا بعدم بهتون نشون میدم، این وقفه هایی که این داره روش ستاره زده. یعنی وقفه بهینه که هر یک از این متغیرها عرض کنم که توسطش تعیین میشه، در واقع روش چی میزنه؟ ستاره میزنه. روش کار با اینا اینه، معمولا محققا یکیشو میرن، مثلا یکیشو میگیرن، مثلا فقط ال ای رو، خب مثلا ال ای رو میگیرن، بعد میگن آقا مثلا بر اساس ال ای وقفه رو تعیین میکنن، یا بر اساس فقط شوارز بیزیان رو میگیرن، بر اساس شوارز وقفه رو تعیین میکنه. خب یه روشش اینه. یه روش دیگه اینه که میان نگاه میکنن تو ایویوز، مثلا میبینن آقا جان آکائیکو شوارتز و هنان کوین، خب مثلا هر سه تا رو وقفه شماره مثلا 3 ستاره زده، خب ولی این رو وقفه 4 ستاره زده، اینم رو وقفه مثلا 5 ستاره زده، اینم رو وقفه مثلا فرض کن چه میدونم 2 ستاره زده. میان این 3 رو برمی‌داره، میگن چرا؟ میگن چون آکائیک و شوارتز و هنان کوین 3 تا معیار مثلا فرض کن اطلاعات، هر 3 تا این 3 وقفه 3 رو پیشنهاد میدن، پس ما وقفه 3 رو چیکار میکنیم؟ ترجیح میدیم به اینا، ترجیح میدیم به 4 و 5 و 2. بعضی جاها مالا نمیدونم شاید مثلا اینجوری رفته باشن، معمولا اینطوری هم میرن، یعنی یا ترکیبی میرن یا تکی تکی. فهمیده چی شد؟ یا ترکیبی میرن یا تکی تکی وقفه رو تعیین میکنن. اینا رو البته روش تعیین بهینه وقفه و اینا رو من اینجا زیاد وارد این بحثا نمیشم، چون حقیقتش
اینا رو تو اون فیلم آموزشی ور که من ساختم خیلی مفصل توضیح دادم. دوستان حتما به اون فیلم آموزشی بنده مراجعه کنن، اونجا خیلی دقیق تر توضیح دادم. بحث دیگه اینجا وجود داره، بحث گرینجر کازالتی، آزمون علیت گرینجری هست. آزمون علیت گرینجری دو تا نکته مهم داره. اولا متغیرهایی که مورد بررسی قرار میگیره باید ایستا باشه. خب ایستا باشه یک نکته اینه. نکته اینه که آزمون علیت گرینجری میاد اثر اینو بررسی میکنه که آیا وقفه های متغیر روی عرض کنم که اون یکی متغیر اثر داره یا نداره. مثلا وقفه های ایگرگ دو الان شما اگر نگاه کنید، مثلا وقفه های یه متغیر آیا اثری داشته رو اون یکی یا اثری نداشته. مثلا به عنوان مثال عرض کنم خدمت شما که الان شما نگاه کنید توی معادله پایانی ایگرگ دو تی رو داری، خب این طرف وقفه های چی رو دارید؟ ایگرگ یک رو دارید که شروع میشه بتا یک ایگرگ یک تی منها یک، بتا دو ایگرگ یک تی منها دو، بتا سه ایگرگ یک تی منها سه، تا بتا ال ایگرگ یک تی منها ال. خب آیا این اثری داشته رو این ایگرگ دو تی یا نه؟ اینو چجوری آزمون میکنه؟ میگه فرضی صفرش اینه که این بتا ها همشون صفر باشن. فرضی صفرش میبینید اینجا نوشتم، فرضی یکیش اینه که حداقل یکیش صفر نیست. آماری آزمونش هم که اینجا آزمون اف رو میده که اینا فکر کنم یه بحثای ساده یه که دوستان خودشون دیگه میدونن دیگه. آر اس اس ریستریکتد منهای آر اس اس آن ریستریکتد در آر اس اس آن ریستریکتد ان منهای دو ال منهای یک که دارای توزیع مجانبی اف با درجه آزادی ال و در واقع چی هستش؟ ان منهای دو ال منهای یک. این ال چیه؟ تعداد وقفه است. ال مخفف لگ، تعداد وقفه است. ان تعداد کل مشاهدات، ال تعداد وقفه است. اینجا مگه پراب، اون پرابی که میده بالای 500 باشه فرضیه صفر را میپذیریم. یعنی چی؟ یعنی میگیم در واقع متغیر مثلا ایگرگ یک رو ایگرگ دو اثر نداره. خب اگر هم خواستیم علیت بالایی رو بررسی کنیم، علیت بالایی رو بررسی کنیم یعنی اینو بررسی کنیم، یعنی در واقع اثر ایگرگ دو رو رو ایگرگ یک بررسی کنیم. خب اینجا هم همین داستان هست. اینجا هم در واقع اگر پراب آزمون بالای 500 باشه فرضیه صفر را میپذیریم. فرضیه صفر چی میگه؟ فرضیه صفر میگه آقا جان این بتا ها صفره. یعنی چی صفره؟ یعنی ایگرگ دو رو ایگرگ یک اثری نداره. فهمید چی شد؟ این هم خیلی ساده است، جز اون بحث هایی که دیگه به قول خودمونه فکر کنم در دوره لیسانس اکثر دوستان باش آشنا هستن. خب الان از اینجا به بعد ما عرض کنم که وارد یه مقدار بحث های پیچیده تر خواهیم شد، یعنی وارد بحث های خیلی حساس تر و پیچیده تر میشیم و اینجا من بحث های پیچیده تری رو باز خواهم کرد در مورد الگوی ور. خب در بحث وکتور مووینگ اوریج ریپرزنتیشن یعنی چی؟ یعنی نمایش عرض کنم که در واقع میانگین متحرک عرض کنم که برداری ور، یعنی نمایش میانگین متحرک برداری ور است. این هم یه بحث خیلی خیلی مهمیه. من از اینجا به بعد دیگه همونطور که عرض کردم وارد بحث های مقدار به حساب پیشرفته تر خواهم شد. ببینید دوستان علت اینکه این بحث رو من وامی کنم، علتش اینه که بعدها یه سری بحث های دیگه ای هست که بخوایم اونا رو توضیح بدیم باید اول این بحث میانگین متحرک برداری رو خوب متوجه بشیم. بعدن زمین این که خود همین بحث میانگین متحرک برداری یا وکتور مووینگ اوریج ریپرزنتیشن نمایش میانگین متحرک برداری ور، این تو خیلی از مقالات و پایان‌نامه ها و خیلی از تکست بوک ها به شدت بهش اشاره شده و دلالت ها و کاربورت های خیلی زیادی داره. تو خیلی از اثبات ها، تو خیلی از حالا جاها و اینها مدل ور اومده به این شکل در آورده نوشته و بعد اومده اثبات کرده. البته تو بعضی از کتاب هم خب بهش نپرداختن، ولی خب در واقع در این اسلایت ها من به این خواهم پرداخت و توضیح خواهم داد. ببین نمایش میانگین متحرک برداری دوستان عزیز، این قسمت بالا رو اگر شما مد نظر قرار بدید، فرض کنید مثلا ما یه مدل ور A داریم، مدل A و در واقع A رو از سمت چپ در مین های یک بتوان مین های یک میکنیم، ضرب در سمت راست میکنیم. خب در نهایت به این شکل در میاد، به شکل یک مدل ریدیوس فورد ور در میاد. میبینید این الان چیه؟ همون در واقع ریدیوس فورم ور هست، فرم خلاصه شده ور. خب یعنی در واقع میشه این تقریبا در حالت کلیش میشه این دیگه فرم خلاصه شده. اگه اینجا دوباره اینو به شکل لگدار یا وقفه دار بنویسید،
به این ترتیب پایینی در میاد. خب دوباره اینو بیاد یه ساده سازی بکنید و اینها که دیگه خیلی ساده است، من اینجا سلسله مراتبش رو دقیق توضیح دادم، در نهایت اینم بهش بگی چی آی ال ضرب در ایگرگ تی مساوی است با چی در میاد بچه ها؟ عرض کنم خدمت شما که برابر با این در میاد، آی ال در ایگرگ تی مساوی است با ای تی. خب حالا ادامه همون رو این پایین من اینجا آوردم براتون، یعنی در واقع ایگرگ تی عرض شود که مساوی است با آی که عرض کنم که حالا عرض کنم که آی که ال این بالا میبینید، آی که ال ایگرگ تی آ دو ال بتوان دو الی آخر. بعد اینجا دوباره همونو بیاریم باز میرسیم به همین فرمول، من دوباره این فرمولا رو تکرار کردم. خب اگه دوباره آی ال رو از سمت چپ در یه بتوان منفی یک ضرب کنیم، ضرب در ایتی کنیم، در نهایت خب عرض شود خدمت شما عزیزان که ما میتونیم مدل ور رو به این شکل بنویسیم، به این شکل پایینی. اینو بهش چی میگن؟ بهش میگن میانگین متحرک، یعنی به شکل moving average بنویسیم، یعنی در واقع بنویسیم چی؟ سایه صفر ایتی، سایه یک ایتی منهای یک، سایه دو ایتی منهای دو، سایه سه ایتی منهای سه، علاوه همینطور الی آخر. اینو بهش میگن چی؟ وکتور moving average representation، نمایش میانگین متحرک برداری ور. البته اینا به اساس خیلی خیلی مفصله ها، اثباتای دیگه ای داره، از یه روش های دیگه هم میرن و فلان و اینا، حالا اثباتاش خیلی زیاده، بحثاش مفصله، اینجا دیگه نمیشه همشو کامل توضیح داد، ولی من به قول خودمونی خیلی چکیده و خلاصه و مختصر توضیح دادم. اینا رو اگه خواستید خودتونم تو متون و کتاب ها میتونید ببینید که چجوری اثبات شده. خب یه بحث دیگه که اینجا عرض کنم خدمت شما عزیزان که وجود داره، بحث در واقع چی هستش؟ توابع واکنش ضربه ای هستش. میانگین متحرک رو به خاطر همین توضیح دادم که بیام به اینجا برسم. ببین دوستان، در مدل ور که همین بالا من توضیح دادم، نگاه کنید ایگرگ تی مساوی سایه صفر ایتی، سایه یک ایتی منهای سایه دو ایتی منهای دو فلان، این سایه ها چی هستن؟ نکته من اینجا نوشتم، در اینجا سایه آی مثلا سایه یک، سایه دو، سایه سه فلان یا سایه صفر نشاندنده توابع واکنش ضربه فرم خلاصه شده است. چرا؟ نگاه کنید این معادله رو میبینید، این معادله اولیه رو، خب اینو این معادله اولیه رو، علتش اینه شما اگه از این یه مشتق بگیرید، از روند ایگرگ تی خب یه مشتق بگیرید، بذارید این من فونتش رو یه خورده باریکتر کنم، یه مشتق بگیرید مثلا روند ایگرگ تی، خب اینجا از این ایگرگ تی یه مشتق بگیرید نسبت به چی؟ عرض کنم که اجازه بدید بذارید اینجا رو پاک کنم. خب تو این معادله، معادله این معادله که تیک زدم، اگه اینجا از روند ایگرگ تی خب یه دونه مشتق بگیرید نسبت به ای تی، میشه چی الان؟ میشه سایه صفر. خب یعنی چی؟ یعنی اگر یه شوک به ای، یعنی اگه ای تی تغییر کنه خب ایگرگ چقدر تغییر میکنه؟ میشه چی؟ میشه همون تابع واکنش ضربه دیگه. چرا؟ چون وقتی ای تی تغییر کنه یعنی چی؟ یعنی یه واحد شوک وارد بشه، یه دونه شوک مثلا تغییرات یک واحدی به ای تی وارد بشه، خب یعنی یه شوک به ای تی وارد بشه، این ایگرگ چقدر تغییر میکنه؟ یه بار دیگه میگم، یعنی اگر این ای تی خب فرض کنید تغییر کنه، یه واحد بهش مثلا یه واحد تغییر کنه، یعنی مثلا یه شوکی بهش وارد بشه، اون وقت این ایگرگ، این ایگرگ که هست خب این چقدر تغییر میکنه؟ تغییرات رو با دلتا نشون میده، میشه چی؟ میشه همون مشتق ایگرگ به مشتق ایگرگ ای تی، میشه چقدر الان اینجا این همون سایه صفر، سایه صفر میشه چی؟ میشه تابع واکنش ضربه در دوره صفر، یعنی یه شوک به ای تی میخوره تغییر میکنه، این چه اثری میذاره روی چی؟ ایگرگ، روی ایگرگ، یعنی اگه یک واحد ای تی تغییر کنه خب چقدر مثلا ایگرگ تی تغییر میکنه؟ میشه چی؟ میشه همون تابع واکنش ضربه دیگه، چون تابع واکنش ضربه چیه؟ میاد میگه یه شوک وارد میشه، اثرش رو روی متغیرها میخواد بررسی کنه، دقیقاً مفهومش همونه. پس این سایه صفر میشه چی؟ تابع واکنش ضربه در دوره صفر. حالا اگر اینجا خب عرض کنم خدمت شما عزیزان که حالا اگر اینجا من بیام از این ایگرگ خب دوباره عرض کنم که یه مشتق گیری بکنم، دوباره مشتق گیری کنم خب از ایگرگ تی به علاوه یک، یعنی چی؟ یعنی اینو یه دوره ببرید جلو،
این فرمول اولیه رو خب یه دوره ببرید جلو میرسید به این دیگه y به علاوه 1 مساوی فلان درسته سایه 0 e t به علاوه 1 سایه 1 e t به علاوه فلان. حالا اگه از این y به علاوه 1 خب یه مشتق بگیرم باز دوباره نسبت به e t یعنی بگم یه دونه مثلا تغییر پیدا کنه چی e t اثرش روی y به علاوه 1 چقدره میشه چقدر میشه سایه 1 سایه 1 پس این سایه 1 چیه تابع واکنش ضربه در دوره 1 یه دوره دیگه ببر جلو میشه y به علاوه 2 خب دوباره از y به علاوه 2 مشتق بگیر نسبت به e t میشه چقدر سایه 2 پس این سایه 2 میشه چی تابع واکنش ضربه در دوره 2 یعنی یه دونه شوک به e t وارد بشه اثرش رو y در دوره t به علاوه 2 چقدره میشه چی همون میشه همون تابع واکنش ضربه دیگه پس این سایه ها که اینجا من بالا نوشتم تابع واکنش ضربه فرم خلاصه شده هستن خب از اون اسلایت های قبلی هم این ستا رو داشتیم اگه یه ریویو کنید اونا رو یه مرور کنید ببینید این ستا در میاد خیلی ساده است حالا من میخوام برسم به توابع واکنش ضربه یه فرم چی ساختاری یا استرکچرال فرم نگاه کنید بچه ها این سایه سف ایتی که هست خب شما بیایید به جای اون بعد از اینکه سایه صفر رو نوشتی خب بعد از اینکه سایه صفر رو نوشتی مثلا بنویس آیه مین های یک فرض کنید در آ خب این میشه چی میشه همون آیدنتیتی دیگه میشه یک ضرب در چی بذارید یه خورده بزرگتر بنویسم بنویسید چی بعد از اینکه اون سایه رو نوشتید خب بنویسید آ به توان مین های یک خب در آ در چی در ایتی خب این آ به توان من های یک در آ که میشه آیدنتیتی درست شد ایتی هم که خودش برابر با چیه خودش برابر این بالا گفتم آ به توان من های یک در یوی تی و در واقع اگه طرفین رو دوباره از چپ در یه دونه آ ضرب کنیم میشه آی ایتی مساوی است با آی ایتی مساوی است با چی مساوی است با یویتی خب در واقع اگر این تبدیلات رو مد نظر قرار بدید این سه تا تبدیل رو پس بنابراین این ایگرگتی رو این پایین میتونیم اینطوری بنویسیم یعنی در واقع بیایم بنویسیم چی سایه صفر آی مین های یک در آ در ای خب این آی مین آی به توان مین هاش در آ میشه آیدنتیتی انگار تو فکر کن همون سایه صفر ایتیه دیگه درسته اینجا هم همچنین اینجا هم همچنین اینجا آی به توان مین هاش در آ میشه همون آیدنتیتی میشه سایه یک ایتی مین های یک درست شد حالا اینا رو اگه بخوای مرتب کنیم از اونجایی که این بالا ای به توان تی مساوی است با آ به توان مین های یک ضرب در یو تی درسته طرفین از چپ در ی آ ضرب کن میشه آی ای تی مساوی یو تی میبینید الان تیک زدم بغلش پس به جای آی ای تی که اینجا هست به جای آی ای تی اینو بنویس خب میشه چی میشه سایه صفر آ به توان مین های یک در یو تی سایه یک آ به توان مین های یک در یو تی مین های یک الی آخر خب پا سایه صفر آب توان مین های یک رو بهش میگیم چی فی صفر سایه یک آب توان مین های یک رو میگیم سایه یک میگیم فی دو فی یک معذرت میخوام فی یک سایه دو آب توان مین های یک میشه فی دو همینطور فی سه الی آخر این فی ها چیه این پایین توضیح دادم در اینجا فی آی نشان دهنده توابع واکنش ضربه فرم ساختاریه حالا چرا نشان دهنده فرم توابع واکنش ضربه فرم ساختاری برای اینکه اینو من عرض کنم خدمت شما عزیزان به اثبات برسونم خیلی ساده است اثباتش اثباتش خیلی ساده چون شما الان از این بذارید اینجا رو پاک کنم یه خورده الان از این یه مشتق بگیرید از این ایگرگتی خب از این ایگرگتی مثلا بیا یه مشتق بگیر نسبت به چی؟ نسبت به یویتی میشه چی؟ میشه سایه صفر یعنی چی؟ یعنی وقتی من میگم مشتق ایگرگ خب نسبت به یو یعنی اگه یو یه واحد تغییر کنه ایگره چقدر تغییر میکنه خب یعنی یه شوک همون شوک میشه چی همون تابع واکنش ضربه میشه دیگه چون تو تابع واکنش ضربه یه شوک به یه متغیر میخوره اثرش رو اون یکی میخوای بررسی کنی دیگه درسته یعنی وقتی این یو تغییر کنه یه واحد مثلا تغییر کنه ایگره چقدر تغییر میکنه در دوره تی میشه چقدر میشه سایه صفر میشه در واقع تابع واکنش ضربه در دوره صفر یه دوره ببر جلو این رابطه رو میشه yt به علاوه 1 مساوی است با این عبارت میبینید اینجا هم باز دوباره بخوای یه دونه مشتق گیری کنی از yt به علاوه 1 نسبت از این عبارت خب مشتق گیری کنی نسبت به ut
میشه چقدر جوابش مشتق بگیری؟ میشه فی یک. یعنی اگه یه واحد شوک مثلا فرض کن UAT تغییر کنه، خب چقدر Y تغییر میکنه در دوره T به علاوه یک، میشه فی یک. پس این فی یک میشه چی؟ میشه تابع واکنش ضربه ساختاری در دوره یک، همینطور الاخر. پس فی دو میشه چی؟ تابع واکنش ضربه ساختاری در دوره دو و الاخر. از تابع فرم واکنش ضربه ساختاری رو میشه به این ترتیب در آورد. پس اینجا این فی ها چیه؟ تابع واکنش ضربه فرم، عرض کنم که شما، فرم ساختاری هستش. حالا میام در واقع اینجا اون بحثی که وجود داره، یعنی بحث دیگه که اینجا ما داریم، بحث عرض کنم که ایمپالس ریسپانس فانکشنز یا تابع واکنش ضربه‌ای هست. همون فی صفر ها که بود اون بالا، خب فی صفر نمیدونم فی یک فلان که گفتم ما تابع واکنش ضربه ساختاریه. الان اینجا چی نوشتم؟ استراکچرال ایمپالس ریسپانس فانکشنز در یه متغیر، در یه مدل سه متغیره که کای من سه، خب این میشه، این فیا میشه چی؟ میشه 3 در 3. میشه چی؟ 3 در 3. الان اینجا چی نوشتم؟ فی 1 1 فی 1 2 فی 1 3. یعنی در واقع اینجا شوک اول هست، اینجا شوک دوم، اینجا شوک سوم. خب و اینجا متغیر اول هست، اینجا متغیر دوم هست، اینجا متغیر سوم هست. به طور کلی فی آی جی که اینجا نوشته شده، این آی چیو نشون میده؟ متغیر رو نشون میده، متغیر رو نشون میده، مثلا متغیر اول دوم سوم. جی چیو نشون میده؟ شوک رو نشون میده، شوک اول شوک دوم شوک سوم. مثلا به عنوان مثال اینجا وقتی من میگم فی در واقع یک یک، اینجا فی یک یک یعنی چی؟ یعنی اثر شوک اول رو متغیر اول. وقتی میگیم فی یک دو یعنی چی؟ اثر شوک دوم رو متغیر اول. وقتی میگیم فی یک سه یعنی چی؟ یعنی اثر شوک سوم رو متغیر اول. وقتی میگیم فی دوی سه یعنی چی؟ فی دوی سه یعنی اثر شوک سوم رو متغیر دوم، همینطور الی آخر. وقتی میگیم فی سه یک یعنی چی؟ اثر شوک اول رو متغیر سوم. یعنی شما فکر کن اینجا شوک اوله، خب اینجا شوک دومه، اینجا شوک چیه؟ سومه. اینجا هم در واقع چی هستش؟ متغیر اوله، متغیر دومه، متغیر سومه. اثر شوک اول رو اولی، شوک دوم رو متغیر اولی، شوک سوم رو متغیر اولی. باز دوباره اینجا اثر شوک اول رو متغیر دومی، اثر شوک دوم روی متغیر دومی، اثر شوک سوم رو متغیر دومی و همینطور الی آخر. به این ترتیب میره جلو. یعنی در واقع این تابع واکنش ضربه چیه؟ میاد بیرون. خب حالا اینو اگه ادامه بدید باز دوباره فی 3 فی 4 فی 5 به این ترتیب میشه ادامه داد در دوره سوم، دوره چهارم، دوره پنجم الی دوره آخر، مثلا 20م، 30م، 40م، نمیدونم حالا تا هر چند دوره که خواستید. خب وقتی این کارو میکنید اینا در میاد، یعنی در واقع تابع واکنش ضربه شوک اول، فرست شوک، خب روی فرست وری متغیر اول در میاد. در چه دوره؟ در دوره صفر، دوره یک، دوره دو، دوره سه، دوره چهار، تا دوره تی. میبینید این بالا من نوشتم. خب این میشه چی؟ تابع واکنش ضربه یه شوک اول رو متغیر اول. بعد این پایینش چیه؟ فی یک دو، فی یک دو، فی یک دو، فی یک دو. در دوره چی؟ در دوره عرض کنم که صفر، یک، دو، سه، چهار، تا دوره تی. میبینید این پایین. این میشه اثر چی؟ شوک دوم بر روی متغیر اول. چرا؟ چون گفتم فی آی جی چیه الان؟ فی آی جی اون جی شوکو نشون میده، خب جی شوکو نشون میده، اون آی متغیر رو نشون میده. بعدی چیه؟ بعدی اینجا شما نگاه کنید، همین قسمت پایین، اینجا شما قسمت پایین نگاه کنید، در واقع چی هست؟ شوک سوم رو متغیر اول. میبینید فی یک سه، فی یک سه، فی یک سه، منتها در دوره صفر، در دوره یک، دوره دو، دوره سه، دوره چهار، تا دوره تی. اثر شوک سوم رو متغیر اول تا از دوره صفر تا دوره اول، دوم، سوم، تا دوره تی. بعد این تابع واکنش ضربه‌اش رو شما میتونید چیکار کنید؟ رسم بکنید. توی نرم افزارها هم اینطوریه دیگه. مثلا میاد اینجوری فرض کنید اثر شوک اول رو متغیر اول رو اینجوری مثلا میاد رسم میکنه. مثلا یه چنین نموداری به شما میده تابع واکنش ضربه، اثر مثلا شوک اول رو متغیر اول، اثر نمیدونم شوک دوم رو متغیر اول، شوک سوم و الی آخر. به این ترتیب میشه تابع واکنش ضربه رو
در آورد و مرتب کرد. یه بحث مهم دیگه که وجود داره توابع واکنش ضربه اکسیمیولیتد یا انباشته شده یا تجمعیه. ببینید دوستان، فرض کنید یه توابع واکنش ضربه در دوره صفر رو من دارم. خب تو دوره یک میام دوره صفر و یک رو با هم جمع میکنم. خب الان نگاه کنید این بالا نوشتم زیگما تی مساوی صفر تا یک فی یکی. دوره دو چکار میکنم؟ میام دوره صفر و یک و دو رو جمع میکنم. دوره صفر و یک و دو رو جمع میکنم، یعنی زیگما ها رو نگاه کنید. دوره های بعدی مثلا دوره سوم، دوره مثلا چهارم دقیقا همینطور، میام از دوره صفر تا سه جمع میکنم. دوره چهارم چی؟ از صفر تا چهار جمع میکنم، حالا الی آخر و الی آخر. اینو بهش چی میگن؟ من اینو بهش میگن توابع واکنش ضربه چی؟ تجمعی یا اکسیمیولیتد ایمپالس ریسپانس فانکشنز. اینم یه بحثی که تو ایویوز بهتون نشون خواهم داد که چجوری محاسبه میشه. اینم منظور تو بعضی از مقالات دیدید یادتون باشه که چیه. خب نکته دیگه که اینجا وجود داره بحث در واقع گیت ها هست در کوتاه مدت و گیت در بلند مدت. ببینید دوستان، ما تو بحث داریم، من اینجا عنوان دادم چی؟ شورت ران ریستریکشنز ورسوس لانگ ران، گیت های کوتاه مدت در برابر بلند مدت. قیودی که یا محدودیت هایی که بر روی دو ماتریس A و B اعمال میشه مربوط به دوره چیه؟ کوتاه مدته. خب کوتاه مدته، پس این گیت هایی که روی دو تا ماتریس میزنیم، یعنی روی ماتریس A خب میزنیم و روی ماتریس B میزنیم، اینا چیه؟ مربوط به دوره چی هستش؟ کوتاه مدت هستش، فعلا بلند مدت نیست. حالا بعدا بلند مدت رو توضیح میدم بلند مدت چیه. یه بحث دیگه که از بلند چارت و کوام در سال 1982 میاد روش دیگه رو برای اعمال محدودیت یا گیت در حالت بلند مدت مطرح میکنه. تو نرم افزار ایویوز 9 و ایویوز 10 باید حتما بین اینا چی قائل بشیم؟ تفاوت قائل بشیم، چون ایویوز 9 با یه روش شناسی اینو توضیح داده، ایویوز 10 خیلی بهتر اینو توضیح داده و با یه نوتیشن دیگه اینو توضیح داده. لذا در من ایویوز 9 رو توضیح نمیدم، فقط ایویوز 10 رو توضیح خواهم داد، ولی نوتیشنشو و اثباتاشو میارم که ایویوز 9 از چه فرمولی رفته، ایویوز 10 از چه فرمولی رفته، ولی تخمین عملیو فقط تو ایویوز 10 بهتون نشون خواهم داد. یه سوالی که اینجا وجود داره اینه که قیودی که در مدل اسفر وجود داره از کجا میاد؟ مثلا تو همین ماتریس A یا B که ما مثلا گیت میدیم، میگیم آقا این صفر باشه، اون یک باشه، این نمیدونم فلان عدد باشه، فلان، این از کجا میاد؟ ببینید این قیود معمولا بر اساس تئوری های اقتصادی اعمال میشه یا روابط نهادی یا غیره. تئوری اقتصادی یعنی چی؟ مثلا شما فکر کن تو تئوری اقتصادی میاد به ما میگه آقا مثلا، مثال میگم، اثر شوک پول رو تولید خنثاست، یعنی اگه یه شوک به پول بخوره رو رشد اقتصادی اثری نداره، فقط تورم رو میبره بالا. خب شما مثلا میتونی اثر شوک پول رو تولید مثلا صفر در نظر بگیری. خب چرا؟ چون در بلند مدت اثرش مثلا فرض کن چه میدونم، مثلا تئوری میگه صفره، مثلا میگم آقا، البته در کوتاه مدت معمولا صفر نیست، معمولا در بلند مدت میگن صفره، در کوتاه مدت میگن معمولا صفر نیست، و معمولا گفته میشه که در کوتاه مدت اثر شوکهای پولی اثر داره رو تولید، در بلند مدت فقط تورم افزایش میده، خیلی رو متغیرهای حقیقی مثل تولید اثر نداره. مثال دارم میگم، ولی از خودم دارم اینو میگم، یا مثلا فرض کن اینجوری. خب یعنی تو تئوری هست دیگه، بر اساس اون منطق تئوری کش شما میای سری گیت های رو تحمیل میکنی به ماتریس A و ماتریس B. یا اگرم دیدی بلد نیستی، مثلا تو تئوری چیزی نگفته یا تئوری سکوت کرده یا تئوری ها خیلی متناقضه، مثلا چه میدونم یه تئوری یه چیز گفته اون یکی یه چیز دیگه گفته، یا خیلی متناقضه با اینها، اینجا معمولا از چی استفاده میکنن؟ از روش های بررسی علیت استفاده میکنن، بررسی رابطه علیت بین متغیرها، از طریق اونم میشه در واقع چیکار کرد؟ استفاده کرد. البته این بحث علیت یه بحث خیلی مفصلی داره. حالا من مثالش هم پایین زدم، مثلا فرض کنید تئوری میگه پول در اقتصاد در بلند مدت خونسا است و الی آخر. خب یه بحثی که اینجا وجود داره، من کم کم وارد اون قسمت های اثباتیش میشم که در نرم افزار ایویوز 9 و ایویوز 10 استفاده شده. ببینید دوستان، من اگه بخوام حالت بلند مدت رو براتون بیارم اثباتشو، تا اونجایی که ما صحبت کردیم تا الان حالت چی بود؟ کوتاه مدت. حالا از اینجا به بعد کم کم وارد بحث بلند مدت میشیم. ببینید فرض کنید یه حالت مدل ور حالت ای بی رو این بالا در نظر بگیرید. خب مثلا به این ترتیب باشه، آی ایگرگ تی مساوی بی یک ایگرگ تی منهای یک، بی دو ایگرگ تی منهای دو الاخر.
حالا اینو از چپ در یه آی منفی ضرب کنید، یعنی اینجا میبینید اینجا که ستاره میزنه ضرب کنید، خب میرسید به این ماتریس پایینیه، معذرت خواهم به این معادله پایینی، معادله ریدیوس فورور پایین. در بلند مدت اگه ما زمانو از صفر در نظر بگیریم، زمانو کنار بذاریم، چون در بلند مدت معمولا اینا برابرن، ایگرگ تیگرگ تیم اینا یک در اون وضعیت پایدار دیگه، این تی رو بذاریم کنار، یعنی فرض کنیم مثلا تی نیست، خب مثلا تو خیلی از بحث‌های پیشرفته مثلا همون دی اس سی و اینا تو دوره دکترا اقتصاد که دوستان کار کرده باشن، تو دی اس سی هم اینطوریه دیگه، وقتی می‌خوای وضعیت استدی استیت رو بررسی کنی اصلا زمانو در نظر نمی‌گیره. حالا در واقع در بلند مدت چون اینا برابره، فرض کنید مثلا برابر باشه، برابر با ایگرگ میشه. البته تو بعضی کتابا با این نوتیشن توضیح نداده ها، اینجوری که من رفتم اثبات نکرده، حالا مثلا با یه روش شناسی دیگه رفته، حالا اون ممکنه فرق کنه، منتها من اینطوری اثبات میکنم اینا رو. و یه نکته به شما بگم، من اثبات اینا رو خیلی جاها ندیدم، یعنی اثبات اینا رو خیلی جاها من ندیدم، و حتی تو خود ایویوز و اینام که توضیح داده خیلی گنگ توضیح داده و فقط دو سه تا فرمول نوشته از روش پریده، یعنی اثباتو به شکل خیلی مشخص دقیق شست و رفته توضیح نداده و حالا مثلا سه چهار تا فرمول کلی گفته رفته. حقیقت قضیه که خیلی از این اثبات‌ها رو من خودم درآوردم و نوشتم. حالا اگرم یه دفعه ایرادی چیزی داشته باشه، دوستان اگر بعداً تونستن با من تماس بگیرن، تماس بگیرن و بگن که مثلا فلان جاش اشتباه بود، فلان بود و اینا. چون بالاخره کار ما مطلقاً درست نیست که. بالاخره ما کارمون جایز الخطا هستیم و ممکنه یه اثبات‌های رو یه جاهایی رو اشتباه رفته باشیم. حتی خیلی از اساتید بزرگ هم که جزو بزرگترین اساتید جهان هستن، اونام اشتباهات خیلی فاحش بزن دارن تو کارشون، تو همون کارهای علمیشون. لذا من چون این اثبات رو خیلی هاشو حالا خودم آوردم نوشتم، یعنی از خودم اثبات کردم، خودم اثباتشو در آوردم، ممکنه بعضی جاهاش غلط باشه یا بعضی جاهاش 100% درست نباشه، اینا رو خودتون دقت کنید، حتما دقت بکنید. اگه دیدید یه جاش اشتباه فلانه، خودتون حالا به قول خودمونی بعدن اینو چیزش کنید دیگه، چی میگن حالا اصلاحش بکنید، چون بالاخره این فیلم های آموزشی که ساخته میشه بالاخره ممکنه درصدی از خطا و اشتباه توش هست دیگه، انسان جایز الخطا است، هیچ کس نمیتونه که بگه مطلقا کار من درسته. این نکته رو مد نظر قرار بدید. خب حالا که ادامه این فرمولا رو شما نگاه کنید که خیلی روشنه و من واضح توضیح دادم، در نهایت آخر شما به این رابطه میرسید، به این رابطه که دورش خط کشیدن میرسید. خب وقتی به این رسیدید، اینو در حالت کلی میتونید بگید y مساوی است با cu، y مساوی است با c در u. این همون بحثی که توی نرم افزار ایویوز 9 اسفر رو با این روش تخمین میزنه و با این روش توضیح داده که آخرش میاد به چنین رابطه ای میرسه، y مساوی است با c در 9، c در u. یه بار دیگه اثباتا رو میارم براتون، نگاه کنید دوستان، short run restrictions versus long run. این ایگرگه که گفتم آخرش به این میرسه، خب که خیلی ساده است دیگه، اونجا توضیحاتش اثباتش رو نوشتم برات. اینجا خب این عبارت آی هست، منهای آ1، منهای آ2، منهای آ3، منهای ستا نقطه و الی آخر بتوان منهای 1، اینو بهش میگیم چی؟ سای، سای میگیم. خب در آ بتوان منهای 1 در بی ضرب در یو، خب به این سای و آ بتوان منهای 1 ضرب در بی میگیم چی؟ سی، میگیم چی؟ سی. پس میشه چی؟ وای مساوی سی در یو. پس سی برابر با چیه؟ اینه. این همون بحث نوتیشنیه که یا روشیه که نرم افزار ایویوز 9 اینو توضیح داده، خب روش لانگران رو باش توضیح داده، روش اسفر رو در لانگران با این ادبیات توضیح داده. البته خیلی از این اثباتا رو اینطور ننوشته ها، اینجوری خیلی گنگ توضیح داده، ولی من خودم از خودم اثباتشو درآوردم. عرض کردم من ممکنه حالا اثباتاش یه جاش اشتباه داشته باشه، خودتون حالا اینا رو حالا گرم دیدید یه جایی مثلا ممکن اشتباه داشته باشه، خودتون حالا اصلاح کنید، که من فکر نمی‌کنم اشتباه داشته باشه، ولی اگر اشتباهی تو کار باشه خودتون اصلاح بکنید، چون بالاخره منم عرض کردم دیگه، منم کارم مطلقا ممکنه درست نباشه، ممکنه منم یه جاهایی رو توی اثباتای حالا اشتباه رفته باشم، با این حال نهایت دقتو کردم که اشتباه نباشه. و عرض کردم چون جایی هم اثبات اینا نیست، اصلا من ندیدم باشه، حالا مثلا تو خود هلپ ایویوز و اینا یه ذره توضیح داده، ولی خیلی خیلی گنج و خیلی به قول خودمونی خیلی گنج توضیح داده، خیلی دقیق و مفصل توضیح نداده. من مجبور شدم همه اثباتا رو خودم در بیارم بنویسم،
لذا حالا ممکنه یه ذره اگه دیدید یه جاهاش ممکنه اشتباه باشه و فلان و اینا، خودتون برید بعدن اونا رو اصلاح بکنید. بالاخره این فیلم های آموزشی هم که ساخته میشه اینجوری نیستش که وحی منزل باشه که همه چیزش 100% درست باشه. حالا بالاخره خود و مدرسی هم که تدریس میکنه درصدی از خطا و اشتباه ممکنه کارش باشه. من تمام تلاشم برای اینه که این چیزایی که میگم هیچ اشتباهی توش نباشه، ولی بعضی وقتا خب ممکنه دیگه، حالا یه اشتباهاتی هم تو کار ما اگه باشه خودتون اینا رو اصلاح بکنید. لذا اثباتشو من درآوردم به این ترتیب و در نهایت نرم افزار ایویوز 9 به این فرمول میرسه. در یه مدلی که K مساوی 3 باشه، 3 تا متغیر داشته باشید، این C میشه این، میبینید C به این شکل در میاد. و در واقع شما تو نرم افزار ایویوز 9 دو تا حالت داری، یه حالت کوتاه مدته که یه ماتریس A و B توش هست، ماتریس A و B که همین بالا توضیح دادم، یه حالت بلند مدته که یه ماتریسی داره، ماتریس بلند مدته، مثلا فرض کن لانگران ماتریکسه، ماتریس بلند مدت. اون ماتریس بلند مدته که هست اون چیه؟ اون همین ماتریس سی است، همین ماتریس سی است. حالا این ماتریس سی چجوری در میاد؟ همینجا اثباتشو براتون تو اینجا تو این فرمولا من آوردم. اگه خودتون همین فرمولا رو بنویسید نگاه کنید، خیلی خیلی ساده به زبان ساده و سلیس و روان براتون اثبات کردم. در واقع ایگرگ مساوی است با آخرش به این شکل در میاد، این عبارتی که آی مین های آی یک مین های آی دو مین های سه میشه سای، در آ به توان مین های ایکس ضرب در بی ضرب در یو می نویسید، بعد سای در آ به توان مین های یک در بی، اینو بهش چی میگیم؟ کلا میگیم سی. سی حالا این سی چیه؟ سی میشه یه ماتریس اینجوری. خب اگه سه تا متغیر داشته باشیم در یه مدل، در واقع چی؟ در یه متغیر، در یه مدل ور سه متغیر اینجوری در میاد. خب اینم از ماتریس سی، یعنی قیودی که به این ماتریس سی میدید قیود چیه؟ در حالت لانگران یا بلند مدت است. اون قیودی که به اون دوتا ماتریس میدادیم A و B اونا چی بود؟ اونا مربوط به حالت شورت ران یا کوتاه مدت بود. خب حالا اگر نگاه کنید در واقع اینجا Y مساوی C ضرب در U، اینجا در واقع من اومدم اینو بازش کردم، به این ترتیب میتونید اینو بازش بکنید و بعد و مثلا برای یه مدل سه متغیره مثلا، خب یعنی برای یه مدل چی؟ مثلا سه متغیره مثلا، اینو بازش کردم و بعد سی هم که اینه اینجا توضیح دادم و اینجا هم که گفتم. و در واقع از این اسلاید ما گرد بشیم که خیلی ساده است. خب حالا اینجا از اینجا به بعد من وارد چی میشم؟ اون نوتیشن ایویوز 10 میشم. ببینید دوستان تو ایویوز 10 اینجوری توضیح داده، این وایه که هست مساوی این عبارت، خب این آ به توان مین های یک ضرب در بی رو با اس معرفی کرده، اس، خب مثلا فکر کن اس. خب پس این میشه چی؟ عبارت بالایی، این که گفتم سایه، میبینی این که گفتم چیه؟ بذارید اینو من، این که گفتم سایه، خب این آ آ این سایه درسته. خب آ به توان مین های یک ضرب در بی ضرب در یو، پس میشه چی؟ ایگرک مساوی سای به آ به توان مین های یک ضرب در بی هم که گفتیم اس، پس میشه وای مساوی سای ضرب در اس ضرب در یو. به سای ضرب در اس چی میگیم؟ میگیم اف. پس اف برابر با چی میشه؟ میشه این دیگه، درسته؟ پس به نوعی وای مساوی است با چی میشه؟ اف ضرب در یو، اف ضرب در یو. خب حالا این عبارتی که هست این سای، اینو بهش چی میگیم؟ ظریف فزاینده بلند مدت. و در واقع اف هم اینجا من توضیحشو دادم، اف هم مساوی است با سای ضرب در اس، ایگرک مساوی است با اف ضرب در یو. میبینید این برای یه مدل سه متغیره که مساوی سه باشه اینجوری در میاد، یعنی این نوتیشن ایویوز دهه، ایویوز دهه که با این ترتیب توضیح داده. در اینجا چند تا رابطه هست، من اینا رو براتون اثبات کردم تو ایویوز، اینا هست بهتون نشون میدم که چجوری هست. من اثبات اینا رو حالا خیلی جایی ندیدم، یعنی تو خود اون ایویوز هم نگاه کردم تو هلپش و ایناش، خیلی البته شاید هم باشه بعضی جاها ولی خیلی گنج گفته و بنابراین خودم مجبور شدم اثبات کنم. ببینید اون فرمول معروف که داشتیم آی ای مساوی بی ضرب در یو، اگه شما از سمت چپ اینو در یه آ به توان مینهایش ضرب کنید به این میرسید، درسته؟ و اگر اینو دوباره از سمت راست در یه یو به توان مینهای یک ضرب کنید به این عبارت میرسید، درست شد؟
این عبارتی که اینجا هست ای مساوی آ به توان مین های اکس اف در بی در یو، اینو میتونید اینجوری هم بنویسید، یعنی به جای آ به توان مین های اکس در بی بنویسید اس، پس میشه ای مساوی اس اف در یو. این یه دونه رابطه در میاد، پس این یه رابطه، این یه رابطه. از اونجایی که اف مساوی است با، عرض کنم که از اونجایی که اف مساوی است با، اینجا رو نگاه کنید، f مساوی است با سایز f در s که مساوی است با سایز در a به توان مین های x در b، پس مساوی است با سایز f در، به جای a به توان مین های x در b اینجا نگاه کنید، این a به توان مین های x در b با چی برابره؟ با این، با e به توان e z در u به توان مین های x. پس به جای این نگاه کنید، خب اینو می نویسید a به توان e z در u به توان مین های x، پس میشه f مساوی است با سای ضرب در e u به توان مین های 1. درست شد؟ دوباره اینو از سمت راست در e u ضرب کنید و به این رابطه میرسید، یعنی اینو در از سمت راست در u ضرب کنید به این رابطه میرسید. اینو میتونیم اینجوری بنویسیم، بگیم سای e مساوی است با f u، انگلیسیش این میشه دیگه، نه؟ سای ضرب در e مساوی f u. دوباره این سایو معکوسش کن، ضرب در f u کن. خب به اون سایه منفی که هست میگیم فی اینجا. خب پس بنابراین ای مساوی است با فی ضرب در اف یو، فی ضرب در اف یو. من اثبات اینو، اثبات اینو، خب اینی که الان دورش خط میکشم، این اثباتو ندیدم تو ایویوز. خب اینو از خودم دارم میگم، از خودم اثباتشو داره بردم، نمیدونم هم 100% درست باشه یا نه، ولی تو ایویوز این رابطه هست. خب این رابطه هست، این رابطه تو ایویوز هست، بهتون نشون میدم که هست، این رابطه رو بهتون نشون میدم که هست، ولی اثباتشو ننوشته، نمیدونم اکنون من خودم اثباتشو درآوردم اینا رو، حالا نمیدونم هم 100% این اثبات درست باشه یا نه، ولی من فکر میکنم اثباتش همین باشه. حالا ممکنه من اثباتش این نباشه، چون من هیچ تو هیچ متنی ندیدم اثباتشو، مجبور شدم خودم اثبات رو براتون بیارم. چون این رابطه، ببینید این رابطه بالایی، عرض کنم که این رابطه بالایی، بذار اینجا رو پاک کنم، این رابطه بالایی و این رابطه و، عرض کنم خدمتت که این رابطه تو ایویوز هست و بهتون نشون میدم، و بعد تو تخمین بلند مدت هم وقتی شما میزنید این رابطه رو بهتون نشون میده. خب اثبات اینا رو نیاورده که من اثباتش رو براتون آوردم، اثبات اینا رو براتون آوردم، خب ولی اثبات اینی که دورش قرمز کشیدم و مطمئن نیستم 100% درست باشه، چون من ندیدم تو ایویوز، تو هیچ متنی هم ندیدم، از خودم اثباتشو درآوردم. فکر میکنم اثباتش احتمالاً این باشه دیگه، حالا اگرم یه دفعه اثباتش این نباشه اونو خودتون برید ببینید چیه، ولی احتمال قوی شاید اثباتش، من فکر میکنم احتمالاً این باشه، من فکر میکنم احتمالاً این باشه که حالا بعدن این فرمولا رو، این ستایی که تیک آبی زدم و این یه دونه که تیک قرمز زدم، بهتون هر ستاشو تو ایویوز نشون میدم که درآورده. خب بحث آخری که اینجا داریم توضیح میدیم چی هستش؟ هیستوریکال دکمپوزیشن یا تجزیه تاریخیه. حالا چرا من این آوردم تو ایویوز 10؟ خب این بحث تجزیه تاریخی وجود داره، یعنی در واقع بحث تجزیه تاریخی تو ایویوز 10 هست، ولی تو ایویوز 9 نبود، تو ایویوزهای قبلی هم نبود. بحث تجزیه تاریخی بحثی که تو بعضی از، حالا مثلا نمیدونم، نرم افزارا و اینا شاید باشه، تو بعضیش نباشه و اینها، ولی تو ایویوز 10 اینو آوردن و من این رو در واقع به شما خواهم گفت که چیه. ببینید تجزیه تاریخی چیه؟ یکی از کارهای مهم در الگوبر این است که چی؟ سهم هر شوک ساختاری رو در پویایی‌های تاریخی داده‌ها به دست بیاوریم. حالا اینو بعداً بهتون بیشتر توضیح میدم یعنی چی. در واقع در تجزیه تاریخی می‌خوایم چیکار کنیم؟ سهم تاریخی یا هیستوریکال کانتریبیوشن هر شوک را با متغیرهای قابل مشاهده شناسایی کنیم. حالا یعنی چی؟ ببینید دوستان، فرض کنید من یه متغیری مثل جی دی پی دارم. خب این در طول زمان یه چنین نوساناتی داشته. خب من میام یه موقع این نوسانی که این داشته، مثلا این قدرش ناشی از شوک چی بوده؟ شوک پول بوده. خب این قدرش ناشی از شوک چی بوده؟ نرخ ارز بوده. خب این قدرش مثلا ناشی از چی بوده؟ شوک بازار سهام بوده. یعنی در واقع من میام چیکار میکنم؟ به طور تاریخی، خب میام میزان سهم هر یک از شوک ها رو در مدل بررسی میکنم رو اون متغیر قابل مشاهده. یعنی مثلا شما فرض کنید میام میگم چی؟
مثلا فکر کن توی مدلی، خب توی مدلی تو فرض کن مثلا شوک داریم، شوک پول داریم، خب شوک بازار سهام داریم، شوک نرخ ارز داریم، مثلا شوک حالا چه میدونم نرخ ارز داریم و شوک نرخ ارز داریم و حالا یه شوک دیگه مثلا، خب مثلا اثر این شوک ها رو به طور تاریخی رو جی دی پی یا مثلا بررسی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا مثلا تو فکر کن آقا این جی دی پی که نوسان داشته در طول سال، این نوساناتش چقدرش ناشی از شوک پول بوده، چقدرش ناشی از شوک سهام بوده، چقدر ناشی از شوک نرخ. یعنی اثر تاریخی هر یک از اینا رو در میاریم. مثلا میگیم آقا تو دهه 70، مثلا سال 70 مثلا، خب مثلا سال 1370 فرض کن چی در طول از مثلا فرض کن جی دی پی ایران رو در میاریم از سال 1360 تا 90 مثلا 5، خب 1360 تا 95. یه دفعه شما اینجا میای میبینی آقا تو سال 1370، مثال دارم میگم و این از خودم میگم، خب مثلا جی دی پی مثبت 8% بوده مثلا، خب میگه این مثبت 8% چقدرش ناشی از شوک پول بوده، چقدرش ناشی از شوک سهام بوده، چقدر ناشی از شوک ارز بوده. مثلا میبینید 2% ناشی از شوک پول بوده، 3% ناشی از شوک سهام بوده، خب 3% ناشی از چی بوده؟ شوک نرخ ارز بوده. یعنی مثلا فرض کن اینجا این قدرش ناشی از شوک پول بوده، خب این قدرش مثلا ناشی از شوک بازار سهام فرض کن بوده، نمیدونم مثلا این قدرش هم شوکی از نرخ ارز بوده. یعنی اثر اینو روی میتونی بررسی بکنید. حالا اینا رو به صورت عملی تو نرم افزار وقتی تخمین زدم بهتون نشون انشالله خواهم داد که این در واقع چجوری هستش، مثلا چجوری اینو میان بررسی میکنن و اینا. یعنی در واقع در طول تاریخ اینو میان بررسی میکنید. خب من فعلا تا اینجا چیکار کردم؟ یه در واقع بحثایی رو توضیح دادم خدمت شما عزیزان به شکل پاورپوینت آموزشی و بعد از این وارد تخمین عملی در نرم افزار ایویوز 10 خواهم شد. البته من حقیقتش میخواستم تخمین در نرم افزار استاتارم آموزش بدم، تخمین در نرم افزار آرستودیورم بگم، تخمین در نرم افزار ایویوز 10 هم بگم، تخمین در نرم افزار ایویوز 9 هم بگم، یعنی هر چهارتاشو بگم. ولی بعدا دیدم خب این فیلم خیلی طولانی میشه، خب دیگه خیلی هم دوستان ممکن هستن دچار ابهامات شدید بشن، چون برن که اینا میدونید دیگه بالاخره خیلی از بچه‌ها با این نرم افزارا کار نمی‌کنن، اینا هم که خب هر کدوم یه سیستمی داره دیگه، هر کدوم یه روشی داره، ممکنه مخاطب یه مقدار دچار ابهام و سردرگمی بشه. لذاست که خب همون پرکاربردترین نرم افزار رو که ایویوز هست و دوستان هم عموما از دوره لیسانس باهاش آشنایی دارن رو انتخاب کردم که نرم افزار ایویوز 10 رو باهاش این مدل رو کار بکنیم و انصافا هم قابلیت‌های خیلی خوبی در نرم افزار ایویوز 10 به وجود اومده و همین تجزیه تاریخی هیستوریکال دکمپوزیشن هم توش هست و من اونجا اینو به شما نشان خواهم داد. این بحث تجزیه تاریخی تو مدل ور و اس ور و اینا تو بعضی از نرم افزار ایویوز 10 هست، تو ایویوز 9 نیست، خب تو بعضی از نرم افزار دیگه هم شاید نباشه، نمیدونم اینا، شاید تو بعضی از نرم افزار دیگه اینو ندیده باشید. حالا چرا اینو من گفتم؟ چون تو بعضی از مقالات ISI اینو گفته، یعنی تو بعضی از مقالات ISI اومده هیستوریکال دکمپوزیشن رو کشیده بیرون، تجزیه تاریخی رو بعد بررسی کرده. حالا در واقع اونجا مخاطب باید بدونه که بالاخره این داستانش چیه، بحثش چیه، چجوری در میاد و اینا. لذا در واقع من مجبور شدم این رو خدمت شما دوستان عزیز آموزش بدم و در واقع از اینجا به بعد ما وارد عرض کنم که تخمین انشالله عملی در نرم افزار ایویوز خواهیم شد، که نرم افزار ایویوز رو ایویوز 10 رو من آموزش خواهم داد که چجوری در نرم افزار ایویوز 10 ما اینو باید عرض کنم که چیکار کنیم، تخمین بزنیم. خب در این قسمت در تخمین عملی نرم افزار ایویوز که چجوری باید تخمین بزنیم، من اول چون داده نیست، اول خودم داده رو هر چقدر که تولید میکنم یا ایجاد میکنم، حالا دوستانی که این چیزا رو نمیدونن به فیلم آموزشی ایویوز بنده حتما مراجعه بکنم، من اونجا آموزش مقدماتی نرم افزار ایویوز رو هر چقدر که توضیح دادم و نحوه تولید داده ها رو، داده های تصادفی نرمال و تصادفی از توضیح یک نواخت رو توضیح دادم. فرض کنید من یک فایل کاری شبیه سازی میکنم، مثلا داده
سالانه باشه، مثلا از سال 1900 تا سال 2000 رو مثلا فرض کنید چقدر، مثلا 16. خب و بعد در واقع سه تا سری زمانی ایجاد میکنم از توزیع یک نواخت، یعنی در واقع این رو اگر بلد نیستید به اون فیلم آموزشی ایویوز من حتما مراجعه بکنید، اونجا من دقیق همه اینا رو توضیح دادم که اینا داستانش چیه. اینجا دیگه دوباره دیتیل باز نخواهم کرد. RND مخففه چیه؟ Random Number در واقع جنریتر، یعنی در واقع اون داده تصادفی ایجاد میشه از توزیع یک نواخت بین 0 و 1. پس یه فایل کاری وا کردم، A نوشتم، یعنی Annual، سالانه، از سال 1900 تا 2016 سه تا داده رو من شبیه سازی میکنم و این سه تا داده ایجاد میشه. ببینید دوستان، قبل از اینکه وارد حال این داده ها رو میتونید شما اینجا مثلا مشاهده بکنید، واقعیت مسئله اینه که قبل از اینکه وارد بحث های ور و اس ور و اینا بشیم، یه چند تا نکته هست. اونم اینه که اول باید بدونیم که داده ها ایستا هستن یا نه، یا مانا هستن یا نه، چون ایستا یا مانا باید باشه. حالا این رو از طریق آزمون های ریشه واحد و اینا شما میتونید در بیارید که ایستا هستن یا ایستا نیستن و اینا، چون فرض من در تمام این فیلم آموزشی بر اینه که داده هایی که ما باش کار میکنیم چی هستش؟ ایستا هستش یا مانا هستش. اگه ایستا یا مانا نباشه خودتون باید اینو بدونید که خب طبیعتاً اونجا دیگه داستان فرق میکنه، ما وارد بحث چی میشیم؟ کوینتگریشن رو نمیدونم اینا میشیم. حالا اون بحث کوینتگریشن و همان باشتگی در مدل های ور و اس ور، اون بحث خیلی مفصلی داره، حالا اینجا دیگه وقت نیست من وارد اون جزئیات اون بحث بشم که کوینتگریشن چیه و نمیدونم، حالا وارد اون بحث بشم چون اون خودش جزئیاتش بسیار مفصله، اونجا بحث های نمیدونم همان باشتگی و فلان و اینا پیش میاد، بعد روش نمیدونم روش های همان باشتگی و اینا چیه، اصلا خود مفهوم همان باشتگی چیه، همان باشتگی چندگانه چیه، مولتیپل کوینتگریشن چیه، نمیدونم و الاخر، که حالا ما وارد اونا نمیشیم. من فرضم بر اینه که متغیرهایی که ما باش کار میکنیم فعلا چی هستش؟ ایستا هستش. لذا در واقع وارد بحث همان باشتگی و اینا نمیشم. پس این یادتون باشه، متغیرهایی که ما باش کار میکنیم فرض ما بر چیه؟ فعلا فرض من تو این فیلم آموزشی در سرتاسر این فیلم آموزشی برای این است که متغیرهای مورد نظر من ایستا هستش. فرض کنیم که من سه تا متغیر دارم، حالا میخوام اینا رو لگاریتمی کنم، مثلا فرض کنم سه تا متغیر ایستا دارم و لگاریتم این هر سبت که سه تا متغیر رو من ایجاد میکنم و بعد الگوی ور و اس ور رو عرض کنم که روی اینها اجرا خواهم کرد. خب لگاریتم وای سرم من عرض میکنم که اجرا میکنم. خب لگاریتم ایگرگ ایش لگاریتم ای. ببینید بس دوستان، برای اینکه وارد الگوی ور بشید هم وقت سام روش ها داره، یکیش اینکه اینا انتخاب کنید، خب یکیش اینکه متغیرها رو اینجوری انتخاب کنید به ترتیب، خب بعد کلیک راست کنید open as ever اینو بزنید این میاد، خب این یه روششه، یه روش ورود. یه روش دیگه اینه که میرید رو object new object قسمت پایینی ور رو انتخاب میکنید، ور، خب بعد میتونید اسم برای ور در نظر بگیرید، مثلا من میبینیسم ور underline ایران، ور underline ایران مثلا دیگه چه میدم، از خودم یه اسمی دادم، خب بعد اوکی رو بزنید این باکس براتون باز میشه. این وقت اینجا میتونید چیکار کنید؟ ور رو تخمین بزنید. وقتی این باکس براتون وا شد، این بالا چی نوشته؟ اندوجنس وریبلز، متغیرهای درونزا، لگ اینتروالز فور اندوجنس اند، فاصله وقفه ها برای متغیرهای درونزا و اگزاجنس وریبلز، متغیرهای برونزا. تو این بحث متغیرهای برونزا عرض از مبدا میاد و حالا روند میاد و دامی وریبل میاد و نمیدونم اینا میاد و سایر متغیرهای برونزایی که هست. تو قسمت بیسیکس هم چی نوشته؟ استاندارد ور، وکتور ایرور کارکشن و بیزیم ور، که حالا من وارد اون بیزیم ور و اینا نمیشم، اون داستانش مفصله، اون پریور دیستریبیوشن داره و توضیح اولیه چیه و نمیدونم توضیح پسین چیه و نمیدونم اینا، اونا بحثش مفصله. بیزیم ور وکتور ایرور کارکشن فرق میکنه داستانش، ما فعلا اینجا با اون استاندارد ور کار خواهیم کرد.
ببینید دوستان، اینجا تو این بحث اندوجنس وریبل شما متغیرها تو مثلا چیکار میکنید؟ اینجا وارد در واقع میکنید، متغیرها رو که وارد کردید تو الگوی ور یادتون باشه، معمولا اولین کاری که میکنن بحث ایستایی متغیر رو بررسی میکنن، بعد میان ترتیب علیت متغیر رو بررسی میکنن که کدوم علت اون یکیه کدوم علت اون یکی نیست و اینا. البته تو ور معمولی ها فعلا هنوز وارد اسفر نشدم. چرا؟ چون برای این که فرض بر اینه که مثلا اگه شما یه مدل چالسکی رو در نظر بگیرید، مثلا چالسکی، من تو مدل چالسکی چی گفتم؟ گفتم متغیر اول علت العلل است، متغیر اول علت العلل تو بحث چالسکی. یعنی مثلا تو فکر کن لگاریتم ایگرگ یک علت لگاریتم ایگرگ دو، علت لگاریتم ایگرگ دو هم باعث میشه چی؟ اثر میذاره لگاریتم ایگرگ سه. در بحث تعیین تعداد وقفه ها و اینها بحثاش خیلی نکاتش زیاده. برای اینکه وقفه درست رو تعیین کنی چند تا روش هست. معمولا این نکته که میگم از کتاب والتر اندرس اینو من در واقع دیدم، تو هیچ کتاب دیگه ندیدم، که شما میاید در واقع وقفه رو از بالاترین حد ممکن که فکر میکنید میتونه باشه انتخاب میکنید، بعد دونه دونه میاد پایین. خب اونجوری وقفه بهینه تعیین میشه. مثلا الان فرض کنید من فرض میکنم بالاترین وقفه بهینه 8، خب اینو میذارم چند؟ 8. بعد کم کم یه دونه دونه میارم پایین، بعد بررسی میکنم کدوم وقفه بهینه است. مثلا من میسم لگ اینتروال فوند اندوجنسیس 1 تا 8. خب اوکی رو که زدم، اینجا این جعبه که باز شد، وقفه بهینه رو که این تخمین زد، وقفه بهینه رو که میخوام بررسی کنم، میرید رو لگ استراکچر و در واقع رو این قسمت میرید لگ لنگث کرایتریا، ضابطه تعیین وقفه. اینو که زدید مثلا این 8، خب اوکی رو که زدید نوشته ور لگ اوردر سلکشن کرایتریا، ضابطه گزینش مرتبه وقفه لر. خب بعد در اینجا شما یه نگاه کنید، اون ستاره گفتم زده رو وقفه بهینه، ستاره زده. الان اینجا ستاره رو چی زده؟ رو صفر. چرا؟ چون داده ها شبیه سازی شده است دیگه. چون داده ها چیه؟ شبیه سازی شده است، داده واقعی نیست. ولی مثلا بعضی وقتا تو داده واقعی میبینی آکایک مثلا رو 3، شوارزبیجن رو 3، هنن کوین رو 3 مثلا. خب بعد مثلا لایکلیهود ریشیو رو 2، نمیدونم لوگ لایکلیهود مثلا ما رو 6 رو 7 فلانه. اینا رو روش کار اینطوریه، یا یکیشو به انتخاب میکنن مثلا فقط لایکلیهود ریشیو یا فقط شوارتز مثلا، خب بر اساس اون میرن، یا ترکیبی میرن. یعنی چی؟ مثلا میبینن آقا مثلا آکایکو شوارتز بیزیان و هنان کوین هر ستاش رو وقفه 3 ستاره زده، میگن پس احتمالا وقفه بهینه وقفه 3. بعضی وقتا مالا محققا میان وقفه رو برای داده های فصلی 4 میذارن، چون میگن ماهیت داده های فصلی 4 وقفش، یا برای سالانه 1 یا 2 میذارن، یا برای ماهانه چه میدونم مثلا شاید 6 بذارن یا 12 بذارن، از اینجور چیزا. بعضی هم میان خب یه وقفه رو اینجوری تعیین میکنن، بعد به نتایج نگاه میکنن میبینن با یافته های تئوری همخوانی داره یا نه، میبینن همخوانی نداره، بعد مثلا میبینن اون یکی معیار خب یه وقفه دیگه پیشنهاد میده، اونو تست میکنن میبینن اون یافته هاش خیلی با منطق تئوری کمخوانی داره، مثلا اونو به عنوان یک وقفه بهینه انتخاب میکنن. خلاصه این تعیین تعداد بهینه وقفه یه مقدار کار سختیه، خیلی کار ساده‌ای نیست. اگر وقفه رو بیش از حد انتخاب کنیم درجه آزادی زیاد از دست خواهد رفت، اگر کمتر از حد انتخاب کنیم دچار خطای تصریح یا میس اسپسیفیکیشن اصطلاحاً در مدل ور خواهیم شد. این از بحث وقفه. اینم بحث متغیرهای برونزا بینم. من البته اینجا وارد روش تخمین ور و اینا نمیخوام بشم، چون تو فیلم آموزشی که برای ور ساختم که اگه دوستان اونو دیده باشن اونجا همه اینا رو مفصلا توضیح دادم که وقفه بهینه چجوری تعیین میشه، متغیر برونزا چیه، نمیدونم خودم بستگی چیه، واریانس نامسانی چیه، نورمالیتی تست چجوری تو ور و اینا، همشو اونجا تو اون فیلم دقیق توضیح دادم. خب این فیلم آموزشی برای اون نیست که دوباره همون نکات تکرار بشه، بلکه برای مدل اسور هست. منتها خب یه سری چیزای جدیدی هست تو این ایویوز 10 که تو این ایویوز قدیمی نبود، حالا خالی از لطف نیست که اینا رو بهتون بگم و فکر میکنم اگه بگم خوب باشه. فرض کنید دوستان من مثلا یه روند زمانی داشته باشم تو مدل، مثلا جنر، خب یه روند زمانی ایجاد میکنم به نام ترند، مساوی است با ات ساین ترند. خب یه دونم
دامی وریبل ایجاد میکنه. در واقع خب یعنی تو ورک فایل کاری خودم یه دونه دامی وریبل ایجاد میکنم. شما اگه نگاه کنید اینجا من یه دونه ترند دارم، یه دونه چی دارم؟ دامی وریبل. فرض کنید یه متغیر دامی میخوام بدم اینجا، مثلا مثل بران رکود 1929-33 یک میذارم. و اگه دیدید این عدد وارد نمیشه ادیتو بزنید، و ادیتو بزنید الان یک وارد خواهد شد و اینو در واقع یک رو ارز کنم که میدید و بعد 1929-1933. خب مثلا رکود 1929-33 رو من یک میذارم، خب بقیهش رو صفر میذارم مثلا. یعنی فرض کنید یه دامی وریبل هم تو مدل ورم هست، یه تایم ترند هم هست. خب فرض کنید من یه وری رو میخوام تخمین بزنم، یه چنین وری هست مثلا با چند تا وقفه، مثلا فرض کن تو با ارز کنم که با 3 تا وقفه و جزء متغیرهای برونزای من روندم هست و دامی هم هست. اگه من اینو اینجوری تخمین بزنم، یعنی اینو اینجوری بذارم اوکی کنم، شما الان اینجا نگاه کنید این عرض کنم که عرض از مبدأ و ترند و دامی وریبل تو هر سه تا معادله دیده میشه. میبینید تو هر سه تا معادله دیده میشه. ولی بعضی وقتا من میخوام روند و یا دامی وریبل و یا عرض از مبدأ رو فقط برای بعضی مثلا معادلات داشته باشم، یعنی برای لوگ وای 1، لوگ وای 2، لوگ وای 3 برای هر سه تاش نباشه، مثلا برای بعضیاش باشه. اون وقت چیکار میکنید؟ این یه ویژگی خوبه که تو ویوز 10 هست اینه. میاید اینجا تو ور ریستریکشنز، خب اینجا چی نوشته؟ این بالا نوشته لکس L1 L2 L3. میدونید اینا چیه؟ L1 L2 L3 L1 L2 L3 همون در واقع عرض کنم ماتریسای ذرائبه. ماتریسای چی هستش؟ ذرائب. حالا یعنی چی؟ برای اینکه اینو بهتر بفهمید، حالا من این در واقع فایلی که آماده کرده بودم بهتون عرض کنم که تو این فایلی که من آماده کرده بودم بذار بهتون اینو دقیق نشون بدم که اصلا یعنی چی، که اینو من فکر میکنم اگه نشون بدم خیلی بهتر باشه. ببینید اون فایلی که من داشتم، ببینید دوستان مدلی که ما تخمین میزدیم اینا رو بذار بهتون نشون بدم. نگاه کنید الان تو این مدل، خب بذارید اینو با این در مفصل دیگه باز کنم. خب مثلا شما اگه نگاه بکنید اینو، خب برمیگردم عقب، این قسمتی که یه ماتریسی داشتیم بهتون آموزش دادم، بذارید دوباره بهتون براتون اونو بیارم. عرض کنم خدمت شما که بذار ببینم کجا بودم اونو پیدا کنم. خب یه خورده باید جلوتر باشه احتمالا. خب بذارید اونو الان من پیدا کنم. این هاشش پیداش کردم. ببینید دوستان عزیز اینجا، خب تو این عرض کنم که اینجا این تابع رو میبینید، این معادله رو میبینید، این معادله بالایی رو، خب این معادله بالایی رو عرض کنم که این معادله بالایی رو، خب اینجا شما یه نگاه کنید سه تا وقفه داره. خب اینو بهش میگیم L1، این ماتریس رو میگه تو اویوز بهش میگه L1، اینو بهش میگه چی؟ L2، اینو بهش میگه چی؟ L3. فهمیده چی شد؟ اینا همین ماتریس ذرائب ایناست. ازا تو اویوز شما اگه نگاه بکنید اونجا در واقع تو این بحث و رستریکشنز اینجا چی نوشته؟ L1 L2 L3 میبینی 3 در 3. چرا؟ چون مدل سه تا متغیر داره، L1 L2 L3 3 در 3، اینا همین هست L1 L2 L3 میبینید. خب اینجا نوشته چی؟ اگزاجنس برونزاها C یعنی عرض از مبدأ، ترند و دامی. فرض کنید عرض از مبدأ رو نمیخوام برای متغیر دوم باشه و برای سوم باشه، میذارم صفر. خب میرم رو دامی، فرض کنید دامی رو نمیخوام رو متغیر سوم باشه، فقط میخوام رو اول و دوم باشه. پس ما رو سوم رو چیکار کردم؟ صفر کردم. خب حالا اگه من اینجا این اوکیو بزنم، شما اینو تخمین رو نگاه بکنید،
الان نگاه کنید، خب عرضه از مبدا رو برای هر سه تا گذاشته داده، میبینی ترند رو برای چی داده؟ اولی داده، برای دومی و سومی نداده، دامی رو برای سومی نداده. چرا؟ چون من صفر گذاشته. فهمیدی چی شد؟ پس اگه یه دفعه خواستی ترند رو یا دامی وریبل رو یا عرضه از مبدا برای بعضی متغیر برای بعضی متغیرها نباشه، خب با این روش شناسی استفاده میکنید و از این روش استفاده میکنید و با این روش تخمین میزنید و چیکار میکنید؟ میرید جلو. خب من این رو باز پاکش میکنم و دوباره میرم روی در واقع تخمین object new object و حالا دوباره یه اس براش انتخاب میکنم، مثلا var underline، مثلا underline 1. اوکی رو میزنم. خب حالا در اینجا متغیرها رو، متغیرهای درونزا رو وارد میکنیم، لگاریتم y1، لگاریتم y2، لگاریتم y3. اول قبل از اینکه تخمین اسور رو بزنیم باید ور رو بزنیم، بعدا از ور میریم رو اسور. من در مورد مدل ور قبلا یه فیلم آموزشی ساختم و در اونجا به شکل مفصل جزئیات خیلی چیزا رو گفتم که چجوری باید این مدل تخمین بخوره، داده ها چجوری وارد میشه، تعیین بهینه وقفه ها چجوریه، وقفه ها چجوری تعیین میشه، نمیدونم فلان میشه و اینا. اون جزئیاتش خیلی مفصل اونجا توضیح دادم که مثلا خودم بستگی، واریانس همسانی، آزمون نورمالیتی چجوری در میاد و اینا. فقط یه نکته رو که اونجا نگفتم تو این فیلم ها الان اینجا بهتون بگم، اونم اینه که من تو این اسلاید ها اگه یادتون باشه گفتم که چی؟ گفتم که من این کمپانیون ماتریکس رو، خب یعنی در واقع ماتریس و اف رو بهتون چی گفتم؟ گفتم این اف چیه؟ کمپانیون ماتریکسه. خب مقادیر ویژین رو در میاره ایویوز، کمتر از ماژولش یک باشه میگیم چی؟ ور ایستاست. حالا برای اینکه اینو بهتون ثابت کنم گفتم دیگه، اونجا گفتم تو این اسلاید وقتی درس میدادم گفتم اینو تو ایویوز براتون نشون میدم. نگاه کنید یه نکته رو بذارید اینجا بهتون بگم. اولا این، خب این بردا رو میبینید، این در واقع کاپه ضرب در یکه، یعنی سطرش کاپه ضرب در یه دونه ستونه. کاتیه تعداد متغیرها در مدل. الان اینجا چند تا متغیر داریم؟ y1 y2، کا میشه 2. پیچیه تعداد وقفه ها، چند تا وقفه داریم؟ 3 تا. پس پی میشه 3، کا ضرب در پی میشه چی؟ 6. پس این میشه چی؟ 6 در 1. میبینید 1 2 3 4 5 6. اینم میشه چی؟ کاپه ضرب در 1. خب اینم همینطور کاپه ضرب در 1. خب فهمید چی شد؟ میمونه این افه، میمونه چی؟ اون افه، اون افه، ماتریس افه ابعادش کاپه ضرب در کاپه، کاپه ضرب در کاپه. الان اینجا کا چقدره؟ عرض شود که 2. پ چقدره؟ 3. پس کاپه میشه چقدر؟ 6. پس میشه چی؟ 6 در 6. الان نگاه کنید اف اینجا چیه؟ 6 در 6. پس اینجا چند تا لاندا به من میده؟ 6 تا. درسته؟ 6 تا لاندا به من میده، 6 تا لاندا به من میده. این اف رو بهش گفتیم چی؟ کمپانیون ماتریکس. الان اینجا تو ایویوز من چند تا متغیر دارم؟ 1 2 3. چند تا وقفه دارم؟ 2 تا. خب پس 3 تا کا دارم، 2 تا پ. کا ضرب در پ چقدر میشه؟ میشه 6 تا دیگه، نه؟ حالا اگه من فرض کنم اینو تخمین بزنم، خب بعد وقتی اینو من تخمین زدم عرض کنم که برم روی لگ استراکچر و بعد ای آر روت تیبل رو بزنم، شما اگه نگاه بکنید اینجا چی نوشته؟ روت ها یا ریشه ها رو داده، روت ها یا ریشه ها رو به من داده، 1 2 3 4 5 6 تا ریشه رو داده. چی نوشته پایینش؟ نو روت لایز اوتساید دی یونیت سایکل، هیچ یک از ریشه ها خارج از دایره واحد نیست. ور ساتسفایز دی استیبیلیتی کاندیشن، ور تایید میکنه شرط پایداری را. این ماژور هاش چقدر همه؟ میبینید کمتر از یک. حالا اینا رو چجوری کشیده بیرون؟ من بهتون تو اون اسلاید که توضیح دادم گفتم این کمپانیون ماتریکسه. خب حالا برای اینکه این کمپانیون ماتریکس رو اثبات کنم براتون، یه مدل مشابه همین بالایی رو براتون اجرا میکنم، یه مدل همین مشابه بالایی رو براتون تخمین میزنم. فرض کنید مثلا دو تا شما متغیر داشته باشی، 3 تا وقفه. خب اینو اگه در نهایت شما مثلا آخرش تخمین بزنی 6 تا چیز داره دیگه، چی داره؟ 6 تا 1 2 3 4 5 6 تا عرض کنم که لاندا داره دیگه، درسته؟ مقدار ویژه داره که ماژول هاش کمتر از یکه. برای اینکه این کمپانیون ماتریکس اینو من به شما نشون بدم، اینجا میایید می‌نویسید رو سطر فرمان ماتریکس،
خب اینجا نگاه کنید، می‌نویسید، عرض کنم که اینجا رو می‌بینید، عرض کنم که می‌نویسید چی؟ ماتریکس، می‌نویسید ماتریکس. خب چرا چه اتفاقی افتاد؟ خب بذارید اینو من بزرگش نکنم، مثلا خواستم اینو بزرگ کنم ولی مثل اینکه این ایویوز دچار مشکل شد. حالا مهم نیست، می‌نویسید ماتریکس. خب بعد می‌نویسید اسم مدل وری که من گذاشتم چی بود؟ وری اندرلاین یک. می‌نویسید در واقع وری، مثلا یه اسم از خودم میدم، اندرلاین یک، اندرلاین کمپانیون. خب ماتریکس مساوی اسم، اسم مدل ورم چی بود؟ ور اندرلاین یک، ور اندرلاین یک نقطه ادساین کمپانیون. اینتر رو بزنید، بلا فاصله یه چنین ماتریسی به شما میده. الان نگاه کنید ورک فایل رو، این ماتریس ایجاد شد، ور اندرلاین یک کمپانی ماتریک. اینو وا کنید، او اینو وا کنید، این الان همون چیه؟ این ماتریس همون کمپانیون ماتریکس مدل ور است. میبینید اینا رو میبینید، این پارامترا رو میبینید، اینا پارامترا هست. خب اینا پارامترا هست، اینم یک بقیهش صفر، یک بقیهش صفر، یک بقیهش صفر، یک بقیهش صفر. دقیقا مشابه همون اسلاید که بهشون توضیح دادم، میبینید دقیقا مشابه همینه. او وقت اینو، این کمپانیون ماتریکس رو میبینید، همون اف هست، همون افه، همون افی که اینجا توضیح دادم. خب حالا مقادیر ویژه اینو اگه در بیارید، مقادیر ویژه اینو دقیقا همون مقادیر ویژه میشه که چی؟ ایناست، دقیقا همین مقادیر ویژه میشه. میبینید دقیقا همین مقادیر ویژه رو به شما خواهد داد. لذا در واقع این عرض کنم که روشی که چی باش میتونید کمپانیون ماتریکس رو در بیارید. نکته دیگه در مورد نحوه تخمین ور اینه، اولا که بخواید تخمین بزنید، گفتم اینا داستانش خیلی مفصله، تو اون فیلم آموزشی ور من توضیح دادم که چجوری متغیرهای درونزا رو میذارید، چجوری وقفه میذارید، چجوری وقفه زائد رو حس میکنید، خودم بستگی، واریانس، ناهمسانی رو بررسی میکنید، نرمالیتی رو بررسی میکنید. من همه اینا رو تو اون فیلم آموزشی قبلی ورم گفتم. خب دیگه اینجا وقت نیست دوباره تکرار کنم و عرض کنم خدمت شما که چون وقت نیست دوباره تکرار بشه، حالا در واقع اگر دوستان خواستن به همون فیلم آموزشی قبلی من، یعنی ور من، مراجعه کنن، اونجا من گفتم. من فرضم بر اینه که شما اینا رو بلدید، یعنی تو اون فیلم آموزشی منو دیدید قبلا. خب اگه ندیدید میتونید تهیه کنید ببینید. و بعد از اینکه مدل ور رو تخمین زدید، مثلا ور رو تخمین زدید، خب عرض کنم خدمت شما که حالا میاد بررسی میکنید، نمیدونم حالا ثباتش و پایداریش و بعد علیتش و نمیدونم فلان و اینا رو، و بعد خودم بستگی و واریانس نامسانی و نمیدونم بحثای از این قبیل، خلاصه میبینید که ور درست تسلیم شده. حالا این ور رو چجوری میتونیم بریم رو اسور؟ سوال اصلی اینه، یعنی من فعلا وارد بحث ور نمیشم، فرضم برای اینه که دوستان ور رو بلدن. اگه ور رو بلد نیستید، به اون فیلم آموزشی ور من مراجعه کنید، اونجا مفصلا جزئیات همه چی گفتم. وقت نیست دوباره تو این فیلم آموزشی من وارد اون قسمت ها در واقع چی بشم، وارد اون قسمت ها بشم. لذا در واقع سعی کنید حتما به همون فیلم آموزشی ور من مراجعه بکنید. و در واقع در اینجا من میخوام نحوه ورود به اسور رو آموزش بدم که چجوری وارد اسور ما میشیم. میرید رو پراک، خب میرید رو قسمت استیمیت، بعد از اینکه ور رو تخمین زدید، بعد از اینکه ور رو تخمین زدید میرید رو پراک، بعد استیمیت استراکچرال فاکتوریزیشن، استیمیت استراکچرال فاکتوریزیشن، یعنی تخمین بزن تجزیه ساختاری رو. خب اینو اگه کلیک کنید این باکس وا میشه. خب این باکس مربوط به چیه؟ مدل اسوره. در اینجا شما اگر نگاه کنید، این قسمت اول نوشته Identifying Restrictions, Restriction Present، نحوه گیت هایی که اینجا هست میبینید چند تا حالت داره، نوشته Recursive Factorization، در واقع تجزیه بازگشتی هست، Recursive یا بازگشتی هست، A Unit Triangular B Diagonal، یعنی A رو به همون ترتیبی که من توضیح دادم Unit تریانجولار میگیره، بی رو چی میگیره؟ دایاگونال میگیره، درست مثل همون اسلایدها که توضیح دادم. حالت بعدی چیه؟ نوشته ریکورسیو شورت رانینگ پاس ریسپانسش اس تریانجولار، ماتریس اس که اونجا توضیح دادم تریانجولار باشه، پایین مثلثیه. بعد نوشته ریکورسیو لانگ رانینگ پاس ریسپانس اف تریانجولار. یادتون میاد اونجا تو اون اسلاید بهتون ماتریس اف رو توضیح دادم، ماتریس اف گفتم مربوط به حالت بلند مدت لانگ ران ریسپانس، یادتون میاد اونجا توی اون اسلاید.
اینجا دقیقا همونه، میبینید FO. و بعد در واقع بحث‌های دیگه که هست، یونیت واریانسز، بی آیدنتیتی باشه یا نمیدونم بی دایگونال باشه فلان، آخرش هم یه گزینه داره کاستوم، یعنی خودت مثلا میتونید درست کنی اینو. اگر دقت کنید تو حالت شورت ران نگاه کنید، این بالا چی نوشته؟ ریستریکشنز پترن ماتریسز. خب تو حالت کوتاه مدت من چی گفتم؟ رو ماتریس A و B قیوده اعمال میشه. الان اینجا نوشته pattern matrices، A روش ستاره زده، B روش ستاره زده. اینجا چی نوشته؟ restriction applied، یعنی گیت ها باید رو این دوتا حتما باشه، میبینید در حالت کوتاه مدت. بعد اینجا چی نوشته؟ نوشته matrix relations AE مساوی BU. بعد پایینش نوشته E مساوی S ضرب در U، پایینش نوشته Psi E مساوی F در U. یادتون میاد این ستا رو من براتون اثبات کردم؟ این ستا رو تو همون اسلایت ها، نمیدونم یادتون هست یا نه، تو همین عرض کنم که اسلایت هایی که بود، حالا اگه من بخوام براتون عرض کنم که بیارم، حالا در واقع توی همین اسلایت ها من اینا رو براتون تو اون عبارت قسمتی بود که اثبات کرده بودم، بذارید براتون بیارم. یه قسمتی بود که براتون این چهارتا رو اثبات کردم. نگاه کنید AE مساوی B ضرب در U، میبینید AE مساوی S ضرب در U، و اینجا چی نوشته؟ Psi ضرب در E مساوی F ضرب در U، میبینید. یعنی در واقع عرض کنم خدمت شما که یکیش اینه این ستا، میبینید. حالا تو Eviews نگاه کنید، بذارید یه بار دیگه اون مراحل رو برم. این بالا چی نوشته؟ matrix relations AE مساوی BU، E مساوی S ضرب در U، Psi E مساوی S با F در U، که دقیقا همین ستاست، میبینید دقیقا همین ستا رابطه که دیگه دادم اینجا به شما توضیح داده. و بعد به شما گفتم که قیودی که بر روی A و B تحمیل میکنیم مربوط به چیم؟ کوتاه مدت. الان اینجا نگاه کن، رو کوتاه مدت A و B ستاره زده، میبینی ستاره زده، ولی بلند مدت مربوط به چی بود؟ الان نوشته ریکورسیو لانگ رن ایمپالس ریسپانس اف تریانجولر، مربوط به ماتریس اف بود. فقط یه دونه ماتریس داشتیم به نام ماتریس اف، یادتون میاد؟ بذارید من اونو براتون باز دوباره تو اسلاید بیارم. نگاه کنید ی مساوی اف ضرب در یو، میبینید فقط یه دونه ماتریس داشتیم به نام اف. الان خب تو ایویوز نگاه کنید چی نوشته تو حالت بلند مدت، میبینید فقط یه ماتریس به نام اف و بالاش ستاره زده. یعنی شما یه ماتریس به نام F رو چیکار میکنی بهش؟ یعنی با یه ماتریس کار دارید به نام F، دیگه با ماتریس A و B کار ندارید. پس این از بلند مدت کوتاه مدت، فهمید چی شد؟ بغلش نوشته اپتیمایزیشن کنترل. حالا اینا چیه داستانش؟ ببینید این از روش ماکسیموم لایکلیهود میره. روش ماکسیموم لایکلیهود الگوریتم های مختلفی داره، مثل نیوتن رافسون، نمیدونم روش BHHH DFP، نمیدونم انواع اقسام روش ها داره. روش اسکورینگ هست، فلان هست. تو ایویوز 9 از روش الگوریتم اسکورینگ میره ماکسیموم لایکلیهود رو حداکثر میکنه. اینجا مثلا مثل فکر کنم از روش نیوتن رافسون میره حداکثر میکنه و اینها. و تو استاتا به صورت پیش‌فرض فکر کنم از اسکورینگ میره. ولی تو نرم افزار استاتا چند الگوریتم دیگه هم کد نویسی شده، مثل DFP و نمیدونم حالا مثلا اون روش نمیدونم نیوتن رافسون و فلان و اینا. اینجا داستانش اینه که روش الگوریتم نیوتن رافسون و اینا که میره، خب این بحث ماکسیموم لایکلیهود نمیدونم تخمیزنشو بلده یا نه که چی هستن. این اولش با یه عدد اولیه شروع میکنه دیگه، مثلا میگه این استارتینگ ولیو داره یا اینیشیل ولیو داره، اینجا گرفته 1/10. بعضی وقتا مثلا اینو میتونی بیا چیکار کنی، چه میدونم مثلا بیای بنویسی چی درون فرام استاندارد یونیفرم دیستریبیوشن، یعنی اون عدد اولیه رو که میخوای شروع کنی نمونه گیری کن از توزیع یک نواخت، یا نمونه گیری کنه از توزیع نرمال استاندارد، یا ثابت باشه 1/10. نوشته user specified in C. حالا این برای چیه؟ این اون موقعیه که بعضی وقتا ما میخوایم مثلا به یه ماتریسی مثل F مثلا یا A یا B از خودمون یه عدد بدیم، اینجوری و یه عدد بدیم، مثلا میگم دیگه حالا خودمون مثلا عدد بدیم اینجوری اینو تخمین بزنه، یه مثلا اینجوری باشه مثلا، خب اینو مثلا خودت تخمین بزنی. البته معذرت میخوام، اینو من
لسه حساب کنید، مثلا از خودت یه عدد بدی. خب فرض کن مثلا من اینو میذارم، خب یوزر اسپسیفاید این سی، فرض کن مثلا یه عددی میدی از خودت، یه گیدی میدی اینجا، خب مثلا تو ماتریس آ ای رو دایگونال میگیری. خب حالا این نمیدونم چرا ایرور میده اینجا دی استرکچر در ابجکتیو فانکشن کانت بی ایوالوییت ات، این نمیدونم حالا چرا ایرور میده اینجا، حالا دقیق جز یادم نیست ایرورش چرا، ولی معمولا برای اون بود که معمولا شما یوزر اسپسیفاید خودت در واقع میای چیکار میکنی، خودت در واقع میای تصریح میکنی پارامترها رو. یه روش دیگه اینه که در واقع یه مقدار اولیه هست، اون مقدار اولیه که تو تخمین ماکسیمم راجل لازمه کجا میاد، یکیش نوشته فیکس خودش نوشته، خب مثلا یک دهمه، یکیش میتونی تو بیا چیکار کنی بگی مثلا از توزیع یک نواخت اون عدد اولیه رو انتخاب کنه یا از توزیع نرمال استاندارد. بعد فرایند تکرار اونجا وجود داره، حالا نمیدونم با اون اصلا تخمین زن ماکسیمم راجل آشنایی دارید یا نه، یه فرایند تکرار وجود داره که مثلا تکرار میکنه میکنه، بعد فاصله مثلا دو تا پارامتر از یه حد معینی کمتر بشه دیگه وای میسته، اونو بهش چی میگن، آستانه همگرایی یا کانورجنس تریشولد، که اون یه عدد خیلی کوچیکه، مثلا 1/10000. اینا رو دوستان اگه بلد نیستن به اون تخمین زن ماکسیمم لایکلیهود مراجعه بکنید که چه جوریه، من حالا وقت نیست اینجا جزئیات رو توضیح بدم. علی حال فرض کنید اینجا مثلا ماتریس آ و بی رو می‌خوایم گیت هاشو وارد کنیم. خب این ماتریس آ الان همون چیزی که تو اسلاید بود همین بود دیگه، درسته؟ همون حالت چالسکی. حالت بی چی بود؟ مثلا دایگونال باشه. خب اگه شما این اوکی رو بزنید، خب بلافاصله این تخمین میخوره، میبینید تخمین خورد. این بالا چی نوشته؟ استراکچرال ور استیمیت. استیمیشن متد ماکسیمم لایکلیهود وایا نیوتن رفسون. روش تخمین از حد اکثر راستنما استفاده میکنه. الگوریتمش چیه؟ نیوتن رفسون. کانورجنس افتر 13 ایتریشنز. همگرایی بعد از 13 بار تکرار حاصل شد. اینجا چی نوشته؟ استراکچرال ور جاست ایدنتیفاید. دقیقاً شناساست. دقیقا مثل همون اسلایدی که بهتون گفتم که این مدل میشه چی؟ همون اسلاید رو نگاه کنید، دقیقا این مدل میشه دقیقا شناسا. اینجا بچه ها آ و ب رو میبینید، آ و ب، خب ماتریس آ و ب، این بالا چی نوشته؟ آی ای مساوی است با بی ضرب در یو، آی ای مساوی است با بی ضرب در یو، میبینید آی ای مساوی است با بی در واقع ضرب در یو، اینو در واقع آیه مساوی بی ضرب در یو که میبینید، برای بزنم اینو بزنم بره، چون میخواستم اینو یه خورده تصویر رو بکشم جلو، نمیدونم چرا این مگنیفیکیشنش مگنیفایش تو ایویوز یه مقدار دچار مشکل هست مال من، حالا اینو بعدم باید تو ایویوز اصلاحش کنم، معذرت میخوام توی ویندوز رو درستش کنم. خب آیه ای مساوی بی ضرب در یو میبینید، و بعد اینجا چی نوشته؟ ای یو یو پرایم مساوی آ. خب دقیقا همین فرمولا اینجا بود دیگه، همون فرمولا که من براتون اثبات کردم، آی ای مساوی بی ضرب در یو و ای یو پرایم، ای یو یو پرایم مساوی است با آ. خب الان بیاد اینجا ای یو یو پرایم مساوی است با آ، میبینید این همینه، و در واقع چی نوشته؟ آی ای مساوی بی ضرب در یو که براتون اثبات کردم. بعد این ماتریس A که هست، خب پارامترهاش رو به شما میده با ماتریس B، میبینید این پایین ماتریس A استیمیتد به شما میده، ماتریس B رو میده، S رو میده و F رو به شما خواهد داد و به این ترتیب. حالا در واقع خواستید تخمین بزنید مثلا اینا رو عوض کنید، مثلا فرض کن من میخوام یه گید اضافی به این بدم که این مثلا صفر باشه، خب شوک دوم رو متغیر سوم اثر نداشته باشه، اینو اینجوری اگه تخمین بزنید، خب این میشه چی؟ یه دونه گیت بیشتر از اون حد لازم برای جاست ایدنتیفاید بودن دادم، پس میشه چی؟ اوور ایدنتیفاید. و در واقع در اینجا چی نوشته؟ LR test for over identification، آزمون likelihood ratio رو میده برای چی؟ قیود بیش از حد شناسا یا اوور ایدنتیفیکیشن. و توضیح مجانبه چی داره؟ چی دو با درجه آزادی یک، پرابش چقدره؟ 0.69 پس این در سطح معنی داری 500 اوم اون گیدیو که من به مدل تحمیل کردم اون گیدو نمیشه رد کرد، یعنی اون گید چیه؟ گید که تحمیل کردم درسته. عرض کنم که این مدلی که الان ما چند دقیقه قبل تخمین زدیم جاست ایدنتیفاید بود، درسته؟ نگاه کنید، یعنی در واقع شما اینو ان ای کنید جاست ایدنتیفاید بود. این ان ای یعنی چی؟ یعنی پارامتری که تخمین میزنه. خب این صفرا یعنی اون صفر دیگه، بی ام که دایگونال بود، سه تا ان ای داشتیم.
این مدل چی بود؟ Just Identified. میبینید اینجا چی نوشته دارن؟ Just Identified. من گفتم اگر شما یک قیدی بیشتر از این تحمیل کنید به این سیستم میشه چی؟ Over Identified. مثلا من یک قید دیگه تحمیل کردم. خب یک قید دیگه تحمیل کردم. صفر. بیشتر از اون قید لازم برای دقیقاً شناسا بودن. یعنی اثر شوک دوم رو متغیر سوم رو صفر گرفتم. خب اگه این اوکی کنم میشه چی؟ Over Identified. Over Identified. و بعد اینجا LR رو به من خواهد داد. پرابشم بالای چیه؟ 500 اوم. یعنی در واقع اون قیدی که به مدل تحمیل کردم اون درسته. نمیشه اون رو رد کرد. پس در واقع اینجا ماتریس A رو و ماتریس B رو میتونید خودتون طراحی کنید که چجوری باشه. حالا یه روشش اینه که خودش بای دیفالت همین حالت رو داده. بای دیفالت خودش 5 6 تا حالت داده. حالت اول چیه؟ ریکورسیو فاکتورایزیشن. آ یونیت تریانگل رو بی دیاگونال. میگه آ اینجوری باشه، بی دیاگونال باشه. چرا اینو بای دیفالت داده تو ایویوز فکر میکنید؟ چون بخاطر اینکه یکی از پرکاربردترین روش‌ها تو دنیا اصلا همینه، تو مقالات و اینا. خب بخاطر همین خودش فرض رو بر این گذاشته که احتمالاً شما این گزینه رو می‌خوای بری. خودش بای دیفالت داده. یه حالت دیگه چیه؟ میگه مثلا اس او در واقع بیا چیز بگیر، پایین مثلث بگیر. حالت دیگه بلند مدت رو داده، همون ماتریس اف او. می‌بینید حالت‌های دیگه هم اینجا هست. یه حالت کاستوم داره، یعنی در واقع چی؟ سفارشی. یعنی خودت بیا طراحی کن که چجوری میخوای باشه. مثلا خودت میخوای، دوست داری که مثلا چی، چجوری مثلا باشه این، مثلا در واقع ماتریس آ و ب چجوری باشه. مثلا فرض کن من ماتریس آ رو مثلا چه میدونم اینجوری مثلا میرم که اینو مثلا یک میذارم، خب اینو مثلا ماتریس B رو مثلا اینو فرض کن صفر میذارم، یک گیت تحمیل میکنم مثلا. خب شاید من دوست داشته باشم اینجوری برم. حالا البته این ممکنه چیز باشه ها، تخمین نزنه، مثلا دوچار هم خطی کامل بشه، فلان بشه، دوچار یه سری مشکلاتی بشه. مثلا دارم میگم فرض کنید ماتریس A ماتریس B. فرض کنید تو ماتریس A رو من میخوام اینجوری بدم که اینو صفر بدم مثلا، مثال دارم میگم، و B رو دایگونال بدم. خب اینو در واقع یه تخمین بزنم به این ترتیب در میاد. یا ممکنه یکی بگیش آقا جان من ماتریس مثلا A رو در واقع میخوام یکه بگیرم. خب مثلا یکه بگیرم، مثلا فرض کن اینم میذارم صفر، اینم میذارم چی؟ صفر. ماتریس A چی شد؟ یکه است. ماتریس B رو اینجوری میخوام بزنم تخمین. خب یعنی گیت ها رو ماتریس B تحمیل کنم اینجوری، مثلا ماتریس B رو پایین مثلث بگیرم. خب اینو تخمین بزنم، اینو تخمین بزنم، این چی میشه؟ میشه همون مدل B. درسته؟ میشه همون مدل B. حالا من فرض کنم میخوام فقط مدل A رو بزنم. خب فقط مدل ها رو بزنم، بی رو مثلا بگیرم چند؟ یک مثلا. خب بی رو بگیرم چند؟ عرض کنم که فقط یک بگیرم، بی رو یک بگیرم، بعد گیت ها رو به آ ببندم، گیت ها رو به ماتریس آ مثلا ببندم، مثلا اینجوری تخمین بزنم آ رو. حالا تو بعضی از مدل ها اینجوری مثلا تخمین میزنن، یعنی در واقع اینا رو چکار کنم؟ مثلا در واقع ان ای کنم و بعد اینو اینجوری تخمین بزنم. شما اگه نگاه کنید اینجا باز B رو ما گرفتیم یکه، فقط A رو پارامترها رو A دادیم. میبینید مدل A Just Identified، گیت ها رو ماتریس A دادیم. خب این میشه همون مدل A، قبلیه میشه فقط مدل B. حالا خواستید مدل AB رو بری، مثلا میتونی همون مدل AB رو چکار کنی؟ تغییر بدی. یعنی جای مانور داری اینجا. خب میتونی مثلا هر جوری خواستی ماتریس A و B رو بچینی. حالت بلند مدت چی؟ حالت بلند مدت اینه، لانگ رانه. میتونی حالت بلند مدت، تو بلند مدت گفتم فقط با این ماتریس، ماتریس F کار داری. میبینی این الان ماتریس F، الان اینو تخمین بزنی این الان چیه؟ Just Identified. خب ولی اگه یک گیت بیشتر از این بهش بدی میشه چی؟ یک گیت بیشتر از این بهش بدی میشه چی؟ Over Identified. میبینی Over Identified. حالا الان اون فرمولی که اونجا تو اسلاید بهتون گفتم رو نگاه کنید. اینجا چی نوشته؟ مدل E مساوی فی ضرب در FAU. اینجا رو میبینید مدل مساوی است با ای ضرب در ای مساوی است با فی ضرب در اف یو، ور ای یو یو پرایم مساوی آ. بعد این اف رو این پایین داده که چیه؟ بعد ضرایبش رو داده، بعد لایکلیهود ریشیو تست رو داده. پرابش هم که بالای 500 اومه، یعنی درصد معنی داری 5% و 10% فرضیه صفر رو میپذیریم، یعنی اون گیدی که به مدل تحمیل کردیم درست هست. خب الان نگاه کن اینجا چی نوشته؟ ای مساوی فی ضرب در اف یو. خب اینجا من تو این اسلایت ها یادتون میاد اینو اثبات کردم براتون، این رابطه رو یادتون میاد چند دقیقه قبل تو همین فیلم آموزشی، بذارید براتون بیارم.
اینو عرض کنم خدمتت که من اثبات کردم برای شما عزیزان. آها نگاه کنید اینجا چی نوشتم من؟ سای ضرب در ای مساوی اف یو، ای مساوی اثبات، سای به قوه منفی یک ضرب در اف یو. بعد سای به قوه منها یک رو من گرفتم چی؟ فی ضرب در اف یو، پس میشه ای مساوی فی ضرب در اف یو. این اثباتو خودم درآوردم، حالا خودم به قولی نوشتم، نمیدونم این 100% درست باشه یا نه، چون راستشو بخواد تو ایویوز من ندیدم، تو هیچ متنی هم ندیدم. احتمال میدم از همین رابطه این اثبات در اومده باشه، اگرم این رابطه نباشه خودتون اصلاح کنید دیگه، ولی خب من چون جایی ندیدم این اثباتو خودم اینطور درآوردم. حالا مطمئن نیستم 100% درست باشه، ولی احتمالاً این اثباتش، احتمالاً این باشه روشش. اگه دیدید اشتباهی خودتون اصلاح بکنید، چون عرض کردم من جایی نسبت رو ندیدم. خب این هم در واقع چی هستش؟ روش در واقع همین چیزی که گفتم دیگه، همون ای فی در اف یو که بهتون گفتم. خب بدین ترتیب پس شما میتونید ماتریس A رو بدید، ماتریس B رو بدید، نمیدونم تخمین بزنی فلان کنی و اینا. حالا برمیگردم دوباره به همون حالت قبلی، یه چند تا نکته رو میخوام بهتون بگم. فرض کنید حالا مثلا اینو تخمین زدید و ماتریس اسفر رو در آوردید و گیتا رو تحمیل کردید و حالا بقیه حاشیه‌هاش و ایناش، میتونید در واقع بیاید چیکار کنید؟ این پاس ریسپانس رو در بیارید. برای اینکه این پاس ریسپانس رو در بیارید، دوره ها رو تعیین میکنید. مثلا فرض کنید من میدم 10 دوره. خب اینجا تو قسمت این پاس دفنیشن اینو میذارید رو چی؟ استراکچرال دکمپوزیشن. structural decomposition یعنی تجزیه ساختاری. خب بعد اینجا مثلا میتونید multiple graphs رو بزنید. اگه multiple graphs رو بزنید، مثلا تعداد دوره ها 10 باشه، به این ترتیب eviews توابع واکنش ضربی رو به شما نشان خواهد داد. توابع واکنش ضربی اینجوری در میاد و impulse response رو حالا خواستید مثلا فرض بفرمایید که حالا من خیلی قشنگتر بخوام بهتون نشون بدم، این پاس یعنی تکانه اول، ریسپانس پاسخ از طرف متغیر اول باشه برای 10 دوره. اگه من این رو اوکی بذارم بلا فاصله این در خواهد آمد. حالا این رو اگه خواستید گزارش بدید توی حالا مثلا پاورپوینت و فلان و اینا، یا نمیدونم مثلا توی همین مقاله و اینا دیگه، روشش خیلی ساده است که چجوری باید گزارش بدید دیگه. اینو میارید مثلا رو آپشنز. خب مثلا میرید روی این آبی رو میتونید پهن‌ترش کنید، بعد مثلا فرض کن قرمز رو مثلا یه خورده، حالا مثلا میگم یه خورده همچی پهن‌ترش میتونید بکنید حالا، و بعد اپلای اوکی. اینجوری میبینید خیلی پررنگ‌تر در میاد. این هم میتونید اینجا بیارید و بعد اینو مثلا چیکار کنید؟ کپی کنید داخل فایل ورد و در واقع اونجا گزارش بدید. خیلی راحته. مثلا اینجا میتونید در واقع سیف گراف تو دیسکو بزنید، بعد یه مثلا عنوان بهش بدید، مثلا فرض کنید چه میدونم پیکچر یک مثلا، بعدم که خب بروز رو بزنید کجا میخواید اینو ذخیره کنید. مثلا فرض کنید من رو دسکتاپ میخوام اینو ذخیره کنم، خب با عنوان پیکچر یک. خب با چه در واقع پسوندی؟ مثلا فرض کنید JPEG. خب بعد این سیف رو بزنید و بعد اوکی رو میزنید و کار تمام هست و این در واقع ذخیره خواهد شد. و اگه بخوام بهتون نشون بدم، شما اگه نگاه کنید این اینجا نمایش داده میشه. میبینید عرض کنم که این اینجا به راحتی میتونم اینو به شما نمایش بدم. و بعدم که خب اینو میتونید بیارید کپی کنید داخل فایل ورد، این توابع واکنش ضربه‌ای رو عرض کنم که خیلی راحت گزارش بکنید. مثلا کپی کنید اینجا در واقع داخل فایل ورد و در واقع اینجا این رو عرض کنم خدمت شما عزیزان که اینو در واقع گزارش بکنید به این ترتیب. حالا هر جور که دوست داشتید مثلا فرض کنید اینجا اینجوری میتونید مثلا اینو گزارش بکنید، بعد اینو میتونید حتی براش حاشیه هم درست بکنید. مثلا یه لاین درست کنید اینجوری مثلا مشکی باشه، بعد مثلا فرض کن یه لاینم داشته باشه، میتونید اینو اینطور گزارش کنید یا مثلا اندازه‌شو کوچیک کنید مثلا توی مقاله. خب یه اندازه‌شو اینجوری بزرگ کنید یا مثلا الان باز کوچیک کنید، بزرگ کنید، نمیدونم هر کاری خواستید اینجوری میتونید اینو گزارش بدید توی مقالات. این هم در واقع از نحوه در واقع اینکه این چجوری گزارش میشه. خب فعلا هنوز وارد بحث توابع واکنش ضربی شدیم که بحث خیلی
مهم نیست. این بحث توابع واکنش ضربه‌ای. خب اینجا چند تا نکته هست تو این توابع واکنش ضربه‌ای. بذارید من این کمپانیون ماتریکس رو پاکش کنم و در واقع عرض کنم که بریم روی قسمت ایمپالس ریسپانس، یعنی توابع واکنش ضربه‌ای. یه چند تا نکته رو من باید اینجا به شما بگم، خیلی خیلی مهمه. ببینید دوستان، من یه بحثی اونجا وا کردم توی این اسلاید به نام توابع واکنش ضربه‌ای تجمعی، یادتون میاد؟ به نام توابع واکنش ضربه‌ای تجمعی. این توابع واکنش ضربه‌ای تجمعی رو بذارید من بیارم. توابع واکنش تجمعی چی بود؟ اینو من نگاه کنید که مثلا در واقع اکسیمیولیتد ایمپالس ریسپانس فانکشن در دوره صفر، در دوره یک، در دوره دو و الاخر. خب دوره یک رو میذاریم، دوره دو رو، دوره سه رو فلان رو، و در واقع گفتم تا دوره سه چهار اینا میاد جمع میشه دیگه، درسته؟ اینا میاد چی میشه؟ جمع میشه، اینا میاد با هم دیگه جمع میشه. حالا اینو خب اکسیمیولیتد ایمپالس ریسپانس فانکشن تو ایویوز میخوام بهتون نشون بدم که تو ایویوز چجوریه. ببینید من خب برای اینکه اینو بهتون نشون بدم، میاد اول این دیسپلی فرمت رو تیبل میذارم. خب پریود رو میذارم رو ده و عرض کنم که اوکی رو اگه بزنید، این تابع واکنش ضربه‌ای در دوره هست که ایویوز به شما میده برای 10 دوره، اثر شوک اول رو متغیر اول. اینو فریز میکنم، فریز میکنم، خب نگه میدارم. دوباره میام رو ویو، این پاس ریسپانس رو میزنم. خب عرض کنم خدمتت که میارم اینو میذارم رو چی؟ اکسیمیولیتد ریسپانسز، اکسیمیولیتد یعنی این توابع واکنش ضربه‌ای رو تجمعی شو بده. اوکی رو میزنم، دوباره اینو در قالب جدول داد. خب اینو در واقع شما اگه بخواید بررسی کنید، این توابع واکنش ضربه‌ای من در طول چند دوره است؟ 10 دوره. اینم توابع واکنش ضربه‌ای تجمعی من در طول 10 دوره است، میبینید؟ خب حالا الان یعنی چی؟ یعنی در واقع شما اگه بخواید نگاه بکنید، این توابع واکنش ضربه‌ای که ما داشتیم در طول عرض کنم که 10 دوره، بذارید من یه خود بزرگترش بکنم که بشه قشنگتر اینو دید. خب اینو تصویرش یک کاری کنم. تقریبا نگاه کنید، این تابع واکنش ضربه‌ای سمت چپ، اولش 9 دهمه، بعد 2 دهمه، بعد 400 دهمه، بعد منهای 500 دهم، بعد تقریبا این عدد، بعد این عدد، این عدد همینطوری الاخر. خب اینا رو اینجا تجمعش رو سمت راست میبینید. خب یعنی 9 دهمه، بعد 2 دهم با 9 دهم جمع شده، شده چی؟ 1 و 1 دهم. بعد 400 دهم با 2 دهم با 9 دهم ترکیب شده، شده چقدر؟ 1.15 صدم، درسته؟ بعد دوره چهارم و سوم و دوره اول جمع شده، اینجا شده 1.09، همینطور الاخر. فهمیده چی شد؟ یعنی سمت چپ این توابع واکنش ضربه، یه سمت راستی چیه؟ اکسیمیولیتد، تجمع این هاست، تجمع این هاست. حالا این تو جدوله، اینو تو شکلم بخوام براتون نشون بدم میشه نشون داد، یعنی در واقع تو شکلم بخوام بهتون نشون بدم، اگر رو ایمپالس ریسپانس برید بنویسید، عرض کنم که مولتی گرافز، اثر تکانه اول رو متغیر اول، من اگر این رو اوکی رو بزنم، اینو به شما میده، همون تصویر چند دقیقه قبلی، درسته؟ خب این همون در واقع چی هستش؟ مقدار عددش کو؟ مقدار عددش اینه، میبینید؟ 9 دهم، 2 دهم، 400 دهم، نگاه کنید الان اینو نگاه کنید، 9 دهم اینو نگاه کنید، ایویوز خودش میگه مثلا در واقع 2 دهم، اینو نگاه کنید چقدره، مثلا منهای 0 نمیدونم 6 و منهای 500 اینا، اینا دوره های مختلف. این تابع واکنش ضربه در طول 10 دوره است. حالا تجمعی اینو بخوام براتون نشون بدم، تجمعی و جدولش رو بهتون نشون دادم، درسته؟ عرض کنم که جدولش رو فکر کنم بهتون نشون دادم دیگه، نه؟ جدولش رو همون چند دقیقه قبل فریز کرده بودم بهتون نشون دادم. منتها خب حالا من الان عرض کنم خدمت شما که توابع واکنش ضربه‌ای رو که میخوام در بیارم، تجمعی اینو میخوام بهتون نشون بدم. تجمعش چی میشه؟ اگه تجمعش به شکل شکل بخواید ببینید، اینجوری میشه، میبینید؟ اینجوری میشه، یعنی همین توابع واکنش ضربه‌ای چند دقیقه قبل رو که ما در ورده بودیم، این الان تجمعشه، میبینید؟ همین تجمعش هستش. حالا این تجمعی رو
در واقع عرض کنم خدمتت که من فریز میکنم، مقدار عددیش رو بخواد ببینید رو جدول اینه، میبینید مقدار عددیش رو جدول اینه. همین چند دقیقه قبل که بهتون گفتم مقدار تجمعش اینه، نقطه هم یک و یک دهم یک و یعنی اینا رو جمع میکنه. میبینید این دوره اول رو دوره دوم رو جمع میکنه، اینجا میشه دوره دوم، دوره اول دوم سوم رو جمع میکنه، اینجا میشه دوره سوم الی آخر. خب این تجمعیه، توابع واکنش ضربه اکسیمیولیتد، شکلش میشه این، شکلش میشه این، میبینید اکسیمیولیتد ریسپانس اف. اینو بخونید الان چی نوشته اینجا، اکسیمیولیتد ریسپانس اف، یعنی در واقع توابع واکنش ضربه تجمعیه. الان اینجا رو نشون بده 91/100، اینجا رو من روش علامت بذارم میشه چقدر، 1.11. میبینید یک و در واقع مثلا 11 یا 1.15 مثلا دوره سومه، میبینید مثلا 1.15 دوره چهارم 1.09، نگاه کنید 1.09 و الی آخر. این شکل تجمعیشه، شکل تجمعیشه، اینم مقدار جدولی تجمعیشه. خب پس فهمیدید دیگه چی شد این توابع واکنش ضربه. خب این از بحث توابع واکنش ضربه ای که چجوری باید در بیارید، که عرض کردم توابع واکنش ضربه ای رو حالا باید در واقع چیکار کنیم؟ بذارید اینا رو پاک کنیم که یه خورده خلوت‌تر بشه. خب اینو دوباره من میرم از کام که یه گراف. نکته دیگه که از بحث تجزیه واریانسه، که خب اینجا تو تجزیه واریانس شما وقتی رفتید اینو معمولا رو تیبل میذارید، دیکمپوزیشن آف مثلا تجزیه لگاریتم یک مثلا برای چند دوره، مثلا 30 دوره. خب اینو میذارید رو استرکچرال دیکمپوزیشن، استرکچرال دیکمپوزیشن. بعد در واقع اینجا نوشته فاکتوریزیشن، نحوه فاکتوریزیشن هست که مثلا چالسکی دکمپوزیشن رو داره، تجزیه چالسکی رو داره، استرکچرال دکمپوزیشن رو داره. خب دوتا داره، چالسکی دکمپوزیشن هم توضیح دادم بهتون یعنی چی دیگه، یعنی متغیر اول علت الالله، فهمید چی شد، متغیر اول علت الالله. بعد اینجا چی نوشته، استرکچرال دکمپوزیشن، شما اینو میذارید رو استرکچرال دکمپوزیشن. خب بعد این اوکی رو میزنید، خب این توابع تجزیه واریانس رو به شما خواهد داد. اینجا تو نوشته چی؟ فاکتوریزیشن، نحوه تجزیه چیه؟ استرکچرال، ساختاریه. حالا اصلا تجزیه واریانس یعنی چی؟ واریانس یعنی تغییرات، تجزیه واریانس یعنی میگه آقا جان بیا تغییرات متغیر مثلا لگاریتم یک رو در بیار. خب ببین این تغییراتی که در طول زمان داشته ناشی از چه متغیرهایی بوده. خب عموما تغییراتش ناشی از خودش بوده، ناشی از شوک متغیر اول بوده، چقدرش ناشی از شوک متغیر دوم بوده، چقدرش ناشی از شوک متغیر سوم بوده. مثلا به عنوان مثال در دوره اول نقطه همه تغییرات لگاریتم Y1 ناشی از خودش بوده و مثلا نگاه کنید 100% ناشی از چی بوده، خودش، بقیهش مثلا صفر بوده. بعد به دوره های آخر که میرسه شما اگه نگاه بکنید، خب به دوره های آخر که میرسه 92% تغییرات متغیر لگاریتم Y1 ناشی از خودشه، 2.74% ناشی از شوک دومه، 5.15% ناشی از شوک سومه. میبینید ناشی از شوک سومه. اینم بحث تجزیه واریانس. البته من اعتقادم برای اینه که دوستان دیگه اینا رو بلد هستن خودشون، اگرم بلد نیستید خب تجزیه واریانس رو نمیدونم اینا رو. من تو اون ور فیلم آموزشی ور خیلی مفصل جزئیاتش رو گفتم، حتما به اونجا مراجعه کن. یه نکته دیگه که اینجا باید توضیح بدم بس هیستوریکال دکمپوزیشن یا تجزیه تاریخی هست که این خیلی جدیده تو ایویوز ده. قسمت های بالای ریپرزنتیشن استیمیشن آوتپوت و نمیدن فلان اینا، اینا رو من خیلی هاشو گفتم تو چیز به این به گولی تو اون فیلم آموزشی ورم، حتما به اونجا مراجعه کنید، وقت نیست دوباره اینجا توضیح بدم. این بحث هیستوریکال دکمپوزیشن رو اگه یادتون باشه من تو این فیلم تو این اسلاید بهتون آموزش دادم، اینجا توی عرض کنم که خدمت شما که توی در واقع ایویوز به صورت عملی نشون میدم هیستوریکال دکمپوزیشن. ببینید اینجا هیستوریکال دکمپوزیشن رو که میاید این فاکتور ویتس رو میذارید رو استرکچرال دکمپوزیشن، بعد وریبلز متغیرها مثلا لگاریتم Y1، خب کامپوننتس اجزا سه تا متغیر رو میذارید. حالا میتونید اینجا دوره مثلا زمانیش هم بذارید از کی تا کی، ولی من حالا نمیذارم. خب اینم رو استرکچرال دکمپوزیشن میذارم، چرا؟ چون تجزیه ساختاریه دیگه، مدل اسفره. پس فاکتور ویت رو گذاشتم رو توی استرکچرال دکمپوزیشن، خودش اصلا بای دیفالت رو همین گذاشته، یعنی به صورت پیش‌فرض رو همین گذاشته. حالا در واقع اینجا من اگر این رو در واقع بزنم
اوکی رو بزنم شما نگاه کنید، البته بهترین رو این کمباینت گراف بذارم. خب اوکی کنم. حالا بهتون میگم یعنی چه کمباینت گراف. یعنی در واقع گراف کمباین، یعنی در واقع ترکیبی. ببینید دوستان، این مدلی که اینجا ما باش کار میکنیم نوشته historical decomposition of logarithm y1 using structural variables. این قسمت اینو میبینید سمت چپ من نوشته total stochastic، کل استوکاستیک، یعنی نوسانی که داشته به آبی کمرنگ نشون داده. خب بعد این آبی رو نوشته چی؟ لگاریتم y1. قرمز رو نوشته لگاریتم y2. سبز رو زده لگاریتم y3. یعنی میگه این تغییراتی که متغیر لگاریتم y1 در طول زمان داشته، که بذارید الان براتون بیارم این ویو رو گراف. خب این تغییراتی که لگاریتم y1 در طول زمان داشته، یعنی این، خب لگاریتم y1 داشته، میبینید این تغییراتی که لگاریتم y1 در طول زمان داشته، میاد اینو در طول زمان به صورت تاریخی تجزیه میکنه، میگه چقدر از این تغییرات ناشی از شوک متغیر اول بوده، چقدر ناشی از شوک متغیر دوم بوده، چقدر ناشی از شوک متغیر سوم بوده. خب اگه نگاه کنید الان اینجا نوشته چی؟ توتال استوکاستیک. اینجا یه خط آبی زده. آبی مال چیه؟ همون شوک ناشی از خود متغیره. لگاریتم y2 قرمز زده، میگه این به اندازه خط قرمز رو میبینید اینجا. بذارید قشنگ براتون اینجا این گراف المنتش متاسفانه خوب نیست، بذارید من اینو اصلا رنگ بندیش رو عوض کنم، اینو بذارم رو اوکی. خب بعد اینو یه خورده پهنش کنم براتون. خب قرمزم بذارید براتون پهنش کنم، سبزم بذارید براتون پهنش کنم. خب نگاه کنید اون آبی کمرنگ رو میبینید. خب این آبی کمرنگ کل اون نوساناتی که اون متغیر در طول زمان داشته، یعنی همون لگاریتم y1. خب این خط مشکی رو میبینید، مشکی پررنگ، میگه اون نشان دهنده چیه؟ نوساناتی که اون متغیر داشته چقدرش ناشی از شوک لگاریتم y1 بوده. اون خط مشکی نشون میده. اون خط قرمز چیه؟ مقدار سهمی بوده که شوک y2 داشته در چی؟ در شکلگیری همون لگاریتم y1. و لگاریتم و اون خط سبزم چیه؟ میزان اثرگذاری شوک سوم بوده. حالا اصلا یه مثال عینی براتون بزنم، فکر کنید مثلا این آبی کمرنگه که هست اینجا، خب مثلا اینجا نوشت آبی کمرنگ، خب فکر کنید جی دی پیه مثلا. این خط مشکیه چیه؟ شوکهای ناشی از مثلا تولیده مثلا. خب این خط قرمزه چیه؟ مثلا فکر کن شوک ناشی از حجم پوله. خب این خط سبزه چیه؟ فکر کن ناشی از شوک مثلا نرخ ارزه مثلا. انگار تو فکر کن توی مدلی مثلا نوسانات جی دی پی رو داری بررسی میکنه، میگه چقدرش مثلا سه تام شوک تو مدل داره، شوک مثلا ناشی از خود جی دی پی، شوک ناشی از حجم پول، شوک ناشی از نرخ ارز. میگه اون نوسانات جی دی پی چقدرش ناشی از شوک پول بوده، چقدرش ناشی از شوک نرخ ارز بوده، چقدرش ناشی از شوک خود متغیر بوده. اینو بهش میگن چی؟ سهم تاریخی هر شوک در روی اون متغیر، یا historical contribution. contribution دو تا معنی داره تو انگلیسی، یکیش اینجا سهمه، ولی یه معنای دیگه کمک هم داره، معنای کمک هم داره تو انگلیسی. فعلا اینجا معنی سهم میده، historical contribution سهم میده معنیش، یعنی سهم تاریخی اون شوک چقدر بود. اینم از این بس. حالا من دوباره میرم رو، عرض کنم که با اجازه شما روی ورک فایل، رو ورک فایل میرم روی آبجکت، نیو آبجکت، و به اون ور یه اسمی میدم، ور اندرلاین ایران. دوباره اینو در واقع تخمین میزنم. حالا اینجا می نویسم مثلا لگاریتم y1، لگاریتم y2 و لگاریتم y3. خب اینا رو مالا من گفتم نحوه تعیین وقفه ها چجوریه، نمیدونم فلان چجوریه، اینا رو حتما به اون فیلم آموزشی قبلی من، یعنی فیلم آموزش ور من مراجعه بکنید. خب وقتی اینو تخمین میزنید، عرض شود که حالا میرید رو پراک، بعد میرید رو استرکترال در واقع فکتوریزیشن. اینجا متغیر اسفر رو همونطور که عرض کردم خدمت شما عزیزان میتونید تخمین بزنید و نتایجش رو در بیارید. و در واقع این فرمولار هم که اثباتش رو به شما گفتم، اینا رو هم توضیحاتش گفته شد. و این قسمت، و وقتی هم که تخمین زدید عرض کردم رو ویو میرید، این قسمت هایی که از ریپریزنتیشن استیمیشن اوتپوت فلان، اینا رو من قبلا توضیح دادم تو اون فیلم ور، تو اون فیلم وری که داشتم توضیح دادم چیه. خب
اون چیزی که خیلی مهمه اون فیلم ور منو حتما ببینید. اون یه جورایی میتونم یه مکمل این فیلمه ها، مکمل اینه. اون چیزی که خیلی مهم بود همین ایمپاس ریسپانس بود، واریانس دکمپوزیشن و هیستوریکال دکمپوزیشن. اون بحث ایمپاس ریسپانس و واریانس دکمپوزیشن رو تو اون فیلم ور منم میتونید ببینید. من اونجا راجع به واریانس دکمپوزیشن و اینا هم خیلی خوب توضیح دادم که چیه، اثباتش هم آوردم، فرمولش هم آوردم. تو ایمپاس ریسپانس هم اثباتش و فرمولش رو تو اون فیلم ور آوردم. و میمونه هیستوریکال دکمپوزیشن که هیستوریکال دکمپوزیشن هم توضیح دادم. در رابطه با بحث در واقع توضیح دادن توابع واکنش ضربه ای و نمیدونم این چیزا، تو توابع واکنش ضربه هم گفتم وقتی تو مدل اسورید اینجا تو دیسپلی ایمپاس دفنیشن رو چی میذارید؟ استراکچرال دکمپوزیشن میذارید. فهمیدید؟ استراکچرال دکمپوزیشن تو اسور، تو اسور وقتی مدل اسور رو میزنید ایمپاس دفنیشن تعریف تکانه رو میذارید رو چی؟ استراکچرال دکمپوزیشن. بعد اینجا میتونید در واقع دوره ها رو تعیین کنید، مثلا برای سی دوره و کیو بزنید این تخمین بخور. و در واقع تخمین بلند مدت هم که عرض کردم چجوریه دیگه، و هم که حالا میایید اینجا لانگ ران رو میذارید، ریکورسیو مثلا لانگ ران. خب بعد اینجا رو اون ماتریس اف که بود تو اون اسلاید بهتون نشون دادم، رو اون ماتریس اف یادتون میاد اون ماتریس اف؟ خب الان این ماتریس اف است، میبینید الان این ماتریس اف است، این ماتریس اف رو میبینید. رو این ماتریس F میاد چیکار میکنید؟ گیت ها رو میبندید. میبینید اینجا دیگه دوتا ماتریس نداریم A و B. اون A و B مربوط به دوره کوتاه مدت بود، تو دوره بلند مدت اینجا یه ماتریس داریم به نام F. میبینید الان رو F اینجا چی نوشته؟ ستاره زده Eviews. این پایین ستاره چی نوشته؟ restriction applied، یعنی گیت فقط رو این بسته میشه. این الان حالت چی داره؟ just identified داره. اگه من اوکی بزنم این بلند مدت رو تخمین خواهد زد. این الان در واقع بلند مدت رو برای من تخمین میزنه و بعد اینجا اون ماتریس S رو میده، F رو میده و سایر ماتریس ها رو به شما خواهد داد. این فرمولا رو که توضیح دادم اثباتش چیه دیگه، درسته؟ بعدم که خب همون دیگه، بعدم که خب در واقع بقیه مواردم که هست. من فکر میکنم خب تا همین جایی که در این فیلم آموزشی توضیح داده شده کافی باشه. البته خب خیلی بحث ها رو اینجا وقت نیست بگم، مثل کوینتگریشن و همون باشتگی و فلان و حالا بحث های خیلی زیادی هست و نمیشه در این فیلم آموزشی همش رو توضیح داد. دوستان مستحضرن مدل ور تقریبا بیش از حدودا فکر کنم 600 الی 700 صفحه چیز داره، ادبیات داره تو اختصاص سنجی سری های زمانی پیشرفته و خب خیلی خیلی جزئیاتش مفصل و زیاده، همشو نمیشه توی فیلم آموزشی گفت. کلا هدفم از این فیلم های آموزشی اینه که یه جور در واقع به قول خودمونی یه کمکی باشه برای دانشجوها، که دانشجو تا یه حدی بتونن تسلط پیدا بکنن، ولی خب جزئیاتشو و ریزکاریهاشو نکاتشو دیگه خودتون باید برید عرض کنم که در بیارید، چون واقعیتش اینه نمیشه دیگه یه مدرس بیاد صفر تا صد همه چیو بگه، چون مثل کلاس اول ابتدایی نیست که یه معلم اول ابتدایی بیاد الف تا یه رو توضیح بده. این مدل ها به قدری پیچیدگی و پیشرفتگی و گستردگی داره که بیش از تقریبا 600 الی 700 صفحه فکر کنم ادبیات داریم و مدل های زیادی هم از ور داریم، مثل threshold ور، نمیدونم TVP ور، global ور، نمیدونم panel ور، نمیدونم فلان. حالا اونام بحثش خیلی مفصله. علاوه حال این مدل S ور چون مدل بسیار پرکاربردی بود و بعضی از بچه هم تو نرم افزار اینو مقدار مشکل داشتن و بعضی از دوستانم حالا تو ماتریس A و B و نمیدونم این چیزای مقدار اشکال داشتن، من یه فیلم آموزشی لازم دونستم که برای مدل بسازم، خیلی مختصر و مفید اون نکات کلیدیشو بگم. ولی خب اون فیلم آموزشی که من ساختم راجع به ور حتما اونو ببینید، اون فیلم خیلی فیلم خوبیه و به نوعی مکمل این فیلم هست. اونجا من خیلی نکاتو گفتم، خیلی جزئیاتو گفتم، خیلی فیلم خوبیه. اونم یه فیلم فکر کنم بالای 2 ساعته هست که فقط به خود ور پرداخته شده و اثباتای خیلی از چیزا آورده شده. ولی خب اینم یه فیلمی بود که در رابطه با مدل اس ور ساخته شد، چون مدل اس ور هم کاربردهاش زیاده و خیلی دوستان عرض کردم واقعا نمیدونستن اون ماتریس آ چیه بی چیه، نمیدونم گیودش مثلا چجوری بسته میشه فلان اینا، لازم بود که یک در واقع فیلم آموزشی مخصوص این مدل ساخته بشه. در مجموع اگرم خب حالا این فیلم یه اشکالات علمی هم توش باشه یا مثلا اثباتاش بعضی جاها غلط باشه یا بعضی جاها اشکالاتی داشته باشه، حالا خودتون اونا رو رفع بکنید، چون بالاخره خودتون میدونید اون کسی هم که مدرس هست و تدریس میکنه خلاصه کار اون هم مطلقاً بیعیب و نقص نمیتونه باشه. بالاخره خب منم به عنوان یک فردی که دارم این فیلم آموزشی رو
در واقع به مخاطب ارائه میکنم اینطور نیست که کار منم 100% مطلقاً بی عیب و نقص باشه. بالاخره منم ممکنه جاهایی رو غلط گفته باشم، یه جاهایی رو اشتباه رفته باشم، یا بعضی جاها اثباتاش اشتباه باشه و اینا رو دیگه خودتون جزئیاتشو در بیارید و اصلاح بکنید. و من امیدوارم که انشالله دوستان عزیز و بزرگواران گرامی از مشاهده این فیلم آموزشی استفاده کرده باشن.